از جایی که بنده مشغول هستم به نوشتن این کتاب مقالطات، یک بخش از این چپترش فصلش مربوط است به علی شریعتی، یک بخشش مربوط میشه است به آل احمد، یک بخشش هست مقالطات ملوکانه، یعنی دو کتاب مأموریت برای وطنم و پاسخ به تاریخ رو تکه تکه من اینها رو میارم، بعد مغلطش رو توضیح میدم که کجا مغلطه شده و کجا تحریف تاریخ شده و چه نوع مغلطه شده، آیا این مغلطه سوپرسینگ اویدنس بوده یا جزء به کل بوده یا مصادره به مطلوب بوده. اینها قریب 200 اندی مغلطه است که هر شبه که برای گم کردن مطلب و گیج کردن حریف و تاریخ و زبان رانده میشه. اینا بخش به بخش است. امیدوارم این فرصت به دست من باشد که این کار رو تمام بکنم. این نخستین کاری است در نوع خود در تاریخ ایران. یک بخشیش خاص مرحوم شریعتی است. حالا بنده اینجا میخوام شما خدمت رو خوندم از تاریخ که حضرت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا قبل از اینکه ذوالجناح سوار بشن و بمار از روزگار اشقیا در بیاورن، تشریف بردن یه خیمه گذاشتن اونجا، رفتن ایشون نظافت کردن رو از صورتی تراشیدن، هرچی مو در بدن مبارکشون بود با نوره و تیغ و اینها صاف و صوف و خوب کردن و سه نفر بودن که این کارو کردن، بوریر بود و یک کسی دیگه، و دلیلش هم بود که گفتن ما به زودی بغل حوریای بهشتی هستیم، اینا هم از موه آدمی ها خوششون نمیاد. به تاریخ مراجعه فرمایید. عزالدین ابن اسیر که قولی است آقا در تاریخ نویسی سر به آسمان میساید و محمد ابن جریر از اون هم بلندتره و واقعی ها، این همه نوشتن این داستان رو، آخونده هم میگویم به منبر. این حضرت علیه السلام موها رو ستردن که زود برن بغل حوری ها. گفتم بین فاصله ما و این حوری های فراخ چشم چیزی نمونده، همینقدر است که اینا به ما حمله بکنن. علی شریعتی ببینین چی گفته در باب عرض کنم که مو با 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 ببینید تحلیل فیلسوفانه جناب آقای شریعت. شهادت در فلسفه انسانشناسی ما نیز مفهوم ویژه‌ای دارد. خلقت آدمی که ساخته شیطان الله هست، انسانی که ترکیب لجن و روح خداست، ترکیبی از پست‌ترین و عالی‌ترین ماده است. در چنین ترکیبی مذهب و احکام مذهبی، عبادات، احکام، خیرات، خدمات، علم، اینها کوشش‌ها و تمرین‌هایند که یک انسان می‌کند تا بودن پست خیش را به نفع بودن پالایش نیمه لجنی و شیطانی خیش به سود نیمه خدایی و روحانی خیش تضعیف کند. خب اما شهادت عبارت از عملی که یک مرد ناگهان به شکل انقلابی بودن پست خیش را در آتش یک عشق و یک ایمان می‌افکند و یک پارچه خدایی و یک پارچه نور و اهورایی می‌شود و این است که شهید غسل ندارد و شهید کفن ندارد و شهید حساب و کتاب قیامت ندارد، زیرا اون انسانی که گناه می‌کرد و خطا می‌کرد بودن پیش از شهادت را خود شهید پیش از من قربانی کرده است و اکنون حضور یافته است. برای این است که عصر عاشورا امام حسین با اون دقت نظافت می‌کند. ببینید مغلطه رو کجا، آقا ایشون منظافت کرد که بره پیش حوریا، خودش هم میگه تاریخ هم اینو میگه. این آدمایی هم که در روسیه اون بچه ها رو کشتن 300-400 تا در جیبشون ادکلن بود و تیغ ریشتراش بود و کارشناس های جنایی، آقا اینا چی تو جیب اینا ادکلن چیکار میکنه، اینا تیغ صورت تراشی و نمیفنگو، اینا میرفتن پیش حوریا، اینا میخواستن مو نداشته باشن، اینا برای این بوده. خیلی ساده است. برای این است که عصر عاشورا امام حسین با اون دقت نظافت میکند، با اون دقت آرایش میکند، استحمام میکند، بهترین لباسهایش را میپوشد و بهترین عطرهایش، به قول آخوندها به ما گفتن عطر، عطرهایش را میزند. در اوج خون و در اوج مرگ و در اوج نابودی همه کسش و در آستانه رفتن خود، هر ساعتی که میگذشت و شهدا بر هم انباشته میشدند، چهره او گلگونتر و برق‌دورتر و قلبش از شوق بیشتر به تپش میآمد. آقا که اینجوری بود بابا جان، شوق چه چیزی داشت؟ این بیچاره هزار سخنرانی کرد، وقت خواست، مندیل رسول به سرش گذاشت، آمد سوار نمیم شطور شد، گفت آقا مگه من نیستم؟ مگه من نبی پیغمبر نیستم؟ مگه من پسر فاطمه نیستم؟ به من رحم کنید، مگر فلانی فلانی آمده شما نامه من ننوشتید، من دعوت کردید و چرا میخواید منو بکشید؟ او عمر ابن سعد ابن ابی وقاص گرفته بود، بهش وقت داد، گفت باشه صبر میکنیم، حالا عجله نداریم. آدم فرستاد پیش ابن زیاد که بابا فلان، ابن زیاد شمر رو فرستاد، پس اینا چی میشه داستان؟ بعد
بنا به اجماع مورخین حضرت فرمودن آقا یا به من اجازه بدین خودم برم پیش پسر، ما رو نکشین، اجازه بدین من برم پیش یزید پسر عموم باش صحبتم بکنم، یا اجازه بدین من برگردم برم مدینه پیش جدم، مدینه آمده بود، یا اجازه بدین برم ایران در این کشور پارس ها با کفار دیلمی جنگ کنم. گفتن نمیشه، این ابن زیاد گفته است که یا بیعت میکنی یا ما تو رو بکشیم. کی به شور و شوق داشت برای مردن؟ کجا شور و شوق داشت برای مردن؟ این آقا این استاد دانشگاه بوده، این مرد محترم که حتما هم انسان شریفی بوده، من کار شخصیش کاری ندارم، حتما شریعتی مرد خوبی بوده، اندیشش خراب بوده. خب هر ساعتی که میگذشت گلگونتر و برافروخته‌تر و قلبش از شوق بیشتر به تپش میآمد که میدانست فاصله حضور اندک است، چه شهادت حضور نیز هست. خمینی میگفت شهید به وجه الله نگاه میکند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. گمان نکن اینا که کشته میشن موت هست، اموات هستن، نه اینا زندن پیش خودشان روزی میخورن. شهادت در یک کلمه برخلاف تاریخ های دیگر که حادثه است و درگیری است و مرگ تحمیل شده و قهرمان است و تراژدی است، در فرهنگ ما یک درجه است، وسیله نیست، خود هدف است. شهادت خود هدف بشه که چیز سفیهانه احمقانه ایه، که خود هدف است یعنی هم بره خودکشته بشین، مطلبی نیست. یعنی جنگ ایران و عراق یه چیزی شنیدم، دو بارم گفتم خدمتتون، و بچه های ده دوازده ساله بیچاره بدبخت ایرانی رو یارو هم سرشون بسته بودن، اون پاسداری که میخواست بفتش روی میدون مین یه جلو مسلسل عراقی، میگفت که دستمال میبست به سرش، کلید بهشت مینداخت به گردنش، میگفت امیدوارم شهید بشی. بچه بدبخت بیچاره میگفت اینشالله. این دردناکترین چیزیست که من شنیدم در عمرم، اینشالله. چرا انشالله؟ برای چی بچه بره شهید بشه؟ بچه باید زندگی کنه. شهید، شهید که شمشیر بر نمیداره، شهید که دنبال قدرت نیست، شهید که کاروان رو نمیزنه اموال مردم ببره، که چه شهیدی؟ سقراط شهید بوده پدر جان. من میخوام بچه های اینا رو بدانن، این مفاهیم رو بفهمن. شهید اون کسی نیست که خشونت میکنه شمشیر بر میداره دنبال حکومت پدرشه. شهید اون کسی است که ایدئال‌های انسانیش رو دنبال میکنه و در موقع در جایی که راه برای خشونت یا فرار باز هست، نه فرار میکنه نه خشونت میکنه، مثل سیاوش در اسطوره‌های ما، مثل سقراط. حسین که شهید نبود که پدر جان، که زاده خشونت بود، حریص بر قدرت بود، پرپر میزد برای قدرت، آمده است بره کودتا بکنه، کودتا بکنه پسر عموش رو بندازه. عرض کردم هیچ چیز مقدس ما در تاریخ نداریم، همش اعمال انسانهای زمینی است. نامه نوشتن هزاران نفر آقا بیا ما تو رو شاه میکنیم. بعد از اون هم بودن، از حسین بسیار شجاعتر، بسیار بسیار شجاعتر، اما دوتا علم که نمیتونه آخون هوا کنه، که یکی رو علم میکنه. این زید ابن علی بسیار دلیر بود، زید ابن علی ابن حسین، یعنی پسر امام چهارم، پسر علی اصغر، و یحیی ابن زید، اینا نبودن، اونا هم شهید نبودن، شمشیر کشیدن، قرارداد بود که چند هزار نفر بیان اموی رو گردن بزنن و حکومت رو به دست بگیرن. این شهید نیستین که، این داره در راه اهداف مادیش داره کشته میشه. حسین در راه اهداف مادی کشته شد بابا جان. آبیاری کرد چیه؟ حسین اسلام رو آبیاری کرد، نفاق انداخت بین مسلمین. چی آبیاری؟ چی آبیاری می‌خواست بکنه؟ میاد اینجا کتاب می‌نوشت مثل اون جعفر صادق. یک حدیث به نام حضرت حسین نیست. خب بله، یک هدف است، اصالت است، خود یک تکامل، یک علو است. این همه مغلطه زبانی ها هیچ معنی نمیده، هموطن خیلی پرتمطراق است ولی پوچ، هیچ معنی نمیده. خود یک مسئولیت بزرگ است، خود یک راه نیمبر به طرف صعود به قله معراج بشریت است. همش پوچ و مهمل و مزخرفه، هیچ معنی نداره.
یک راه نیمبر به طرف صعود به قله معراج بشریت پیدا کنه. پرتغال فروش پیدا شد، البته پرتغال فروش بعدی هم باید پیدا کنیم. یک فرهنگ است. بله، در همه قرنها و عصرها انگامی که پیروان یک ایمانی و یک اعتقادی قدرت دارند، با جهاد عزتشان و حیاتشان را تضمین میکنند و وقتی که به ضعف و دچار شدند و همه امکانات مورد از اون گرفتند، با شهادت حیات و حرکت و زندگی و ایمان عزت آینده و تاریخ خودشان را تضمین میکنند. که شهادت دعوتی است به همه عصرها و به همه نسلها که اگر میتوانی بمیران و اگر نمیتوانی بمیر. این شهادت اگر میتوانی بمیران، و حسین رفته بود که بمیران. دیروز بنده رفتم کتابخانه، دارم این کتاب مقالطات رو که بنویسم، امیدوارم بتوانم تمام کنم. حالا قطع نظر از متون قدیم و اینها که ما در متن کتاب وارد میکنیم، مقالطاتش رو به شما نشان میدهیم، خدمت عرض کنم که دو شخصیت هستن در عصر جدید نقش داشتن. اینها رو بنده وارد متن کتاب کردم، مقالطاتشون رو، آثار مهمشون رو آوردم، مقالطاتشون. این دوتن، یکی علی شریعتی است، یکی جلال آل احمد. باز زندگی جلال در یک دوره مفید بوده. جلال آل احمد مرد شریفی بود، مرد شجاعی بود. اندیشه هاش اما متاسفانه بعد از سرخوردگی ها از فعالیت های سیاسیش بسیار ارتجاعی شد و به مغالطه افتاد این مرد. به خصوص این کتاب قبض زدگیش یک سر مغلطه است واقعا، از افتادان دار چیزی در بر نداره. ما این کتاب قبض زدگی رو هم تحلیل کردیم، گذاشتیم در متن کتاب. ابتدا متن اصلی نویسنده اصلی دنیا بریم، مغالطاتش رو معرفی میکنیم. نمونه های از نهج البلاغه و کتاب های دینی و اینا همه هست در اونجا. وقت اون رسیده که ما بررسی کنیم این توبره رو. عرض کردم در این کوله پشتی ما، در این توبره ما، نسل بعد از نسل بسیار چیزها یافت میشه. اساسا انقلاب به معنی حقیقیش یعنی باز کردن این توبره و به میان به دور انداختن موش مرده ها و عرض میکنم که این مارمولک مرده ها و عرض شود که این مواد مضر و متعفن و ثبات کردن این توبره و یک راه جدید. وقت اون رسید ما این توبره رو زمین بگذاریم و نگاه کنیم، شماره کنیم، نقد کنیم، تحلیل کنیم تا کی نسل بعد از نسل همون دروغ ها رو در این توبره های ما میگذارند و توبره ما رو سنگین تر میکنند. این که ما نتوانستیم در مسابقه با کشورهای دیگر در این عصر جدید پیشی بگیریم، سنگین بودن توبره سنت بوده. هموطن، این زنجیرهای زنگ زده کهن بر دست و پای ما، زنجیر سنت، زنجیر دین، رو باید پاره کنیم بریزیم دور. جهان در حال پیشرفته، وضعیت ما در 30 سال آینده وحشتناک خواهد بود. اروپا رو فراموش بفرمایید، اساسا اروپا و آمریکا و اینا یه آدم های دیگه هستن با یک سوابق دیگه. من هر وقت اینا رو با ما مقایسه میکنن تعجب میکنم از این جهالت. چه رفتی داره آقا؟ اما خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم. آقا ما آسیایی هستیم، مقایسه کنیم آقا این ژاپن در شرق دور، چین، هندوستان، تایوان، کره، اینها، ببینیم آقا چه کردن اینها. 30 سال دیگه چین کجا خواهد بود؟ کره کجا خواهد بود؟ تایوان کجا خواهد بود؟ ما کجا خواهیم بود؟ برنامه ما برای آینده چیست؟ ما چه میکنیم؟ همه انرژی این مردم، عرض میکنم، در این قرنهای گذشته صرف رویارویی ذهنی با این قضیه دین و سنت شده، یا رویارویی مردم با حکومت، رویارویی حکومت با مردم. یعنی این دو حکومت ها، اسمشون دولت نیست، این حکومت ها از بام تا شام نقشه کشتن و گرفتن و زدن و کنترل این مردم رو میکشیدن. این مردم بیچاره مترسد بودن که کی این فلان فلان شده ها میره و یه فلان فلان شده دیگر میآید. به همین دلیل هم هیچ پیشرفتی نکردیم ما، و این توبره سنگین سنت و این زنجیرهای زنگ زده که پای ما رو زخم کرده. سنت و دین، این عرض بنده این نیست حالا بیدین بشوید، بیدینی چیز خوبی است. معمولا هموطنان ما برداشته غلط میکنن، تحمل شنیدن و تحلیل رو ندارن. به من چیز میشن آقا این آقا بیدینه. نه آقا، من از شما 1000 بار دیندارتر هستم. اما باید دین رو ما معنی کنیم. به چه معنی آقا؟ و
مقصود معنویت است، مقصود انسان دوستی است، مقصود فرض میکنم زیان نرساندن به دیگران است، مقصود کم کردن رنج اینان است. خداوند که احتیاج به دلا و راستونن بنده و جنوالی نداره. این که عرض کردم نجوم رو نگاه کنه، کتاب های نجومی، به جهت این که اون موقع ما حقارت خود رو میفهمیم، حقارت این کره زمین و این تشکیلات شمسی رو میبینیم در مقابل کهکشان ها. مثلا ما کی هستیم که حالا خدای سازنده بخواد به ما توجه داشته باشه؟ یک ذره خیلی مثل قبار تا حالا زندگی دنیوی و سعادت این جامعه رو بخوایم فدای اسقر رو تغییر کنیم و نمیدونم خدا چی گفت و فلانی حرفا. اگر توانستیم از این پدیده که دین هست در راه گسترش معنویت و انسانیت خود استفاده کنیم، اون موقع بردیم، اون موقع خداشناس هستیم. اما این خدا رو وسیله کردیم که شکم اینه پاره کنیم و یه بمبی اونجا بذاریم و نمیدونم اون گروه ها رو بدبخت بکنیم و ما بهتر از شما هستیم و فلانی حرفا، این مایه بدبختی و نکبت عرض میکنم دائم خواهد بود در این جوامع. این گفته من سنی هم، اون گفته من شیعه هستم، ببینید چه جنایاتی در حق هم میکنن. یعنی انسانیت اونجا ساقط شده واقعا. یه کسی که بمب رو میذاره در این کامیون و اون کسی که میره این رو بین شیعیان مثلا منفجر بکنه، اصلا براش اهمیت نداره. زن بیچاره، آبستن، بچه، کودک، پیرمرد، پیرزن، بیمار، مریض، هیچ فرقی نمیکنه. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، نه مأمورتم. این مزخرفی هم که مولانا بین ما رایج کرده، این رسوبات و این سموات آخوندی در ذهنش بوده. وقتی که تیغ از پی حق میزنم یعنی چی؟ خب هر سفیه و جنایتکاری مدعی میشود که تیغ از پی حق میزنم. قاضی کیست؟ چه کسی میتواند مدعی بشود که چه کسی برای حق دارد تیغ میزنند؟ کسی نبود در گوشه مولانا بگه آقا شما چه ما هم محملی داری میبافی اینجا؟ اینو که قصبه حق میزنن. آقا جان سنی میگه من بر حقم، این رافضی ها در کار دین اخلال کردن، ابداع کردن، دین محمدی رو خراب کردن. این شیعیان هم میگوید این سنی ها حق علی رو خوردن، نمیدونم چی امام فلانی حرفا مزخرفاتی که میزنن. هم دیگر میکشن، آدم ها رو دارن میکشن هم بطن. یعنی این ایدئولوژی عرض میکنم و تعصبات همه رشته های مشترک رو پاره میکنه، آدم رو تبدیل میکنه یک جانور خوناشو، برادر میکنه سر برادرشو ببره. تیغ از پی حق میزنه. مگر معاویه تیغ از پی حق نمیزد؟ پیروان معاویه خودشونو به کشتن میدادن، بسیار بودن، 50 هزار نفر از پی حق. طرفداران علی هم تیغ از پی حق میزدن. حالا بدرستش اون محمود غزنوی که بزرگترین سارق سرگردان بوده در تاریخ، این آقا تیغ از پی حق میزده، میرفته هر شبت که غارت میکرده، سرقت مقدس هم غنیمت باشد، معابد این هندوهای بیچاره رو تخریب میکرده، آدم ها رو میکشته، ادر هم اسیر میابرده میفروخته، تیغ از پی حق میزده. سلطان قاضی تیمور لنگ که اساسا حافظ القرآن هم بوده، حکم اجتهاد هم از آخونده داشته، تیغ از پی حق میزده. در اصفهان 70,000 اصفهانی رو سر برید، چند مناره ساخت اونجا، از سرهای مناره سه کله‌ای، مناره دو کله‌ای، تیغ از پی حق میزد. کی ما بدین وجه بودیم؟ کجا ایرانی تیغ از پی حق میزده؟ بدین وجه نبوده. آقا ایرانی ها مردمانی بودن هنری، رقیق القلب، دقیق الفکر، آزاده. یزدان که این کشور آباد بود، همه جای مردان آزاد بود. باری عرض میکردن که این علی شریعتی عرض شود که این مرد مرتجع، عرض کنم که کمسواد، عوام فریب. حالا بنده نمیدونم پس ذهن این مرد چه میگذشته، چه میخواست اینها، اما ما فقط حوزه گداخانه اون منطقه مشهد هست که میتواند همچه آدمی رو تربیت کنه. همچه آدمی عرض کردم هرگز از تبریز بیرون نمیاد، از بختیاری محال همچه کسی بیرون بیاد، از کردستان محال هم چیز باید فقط گداخانه باشه. با احترام به مردم خراسان، من عاشق خراسانم، منظورم این دور بر حرم ها، فراموش نکنیم، چون خاک مقدس خراسان تنها جاییست که برای من مقدس، عرض کردم توست، اشتباه نشه. اما فقط محیط مذهب زده یه رافضیست که یه همچین کسی میاد بیرون. یعنی اساسا اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که این پدیده که آخوند و شیخ و ملا و اینها میتواند
سرنوشت سیاسی کشور رو به دست بگیرد، مشروعیتش در ایران از بین رفته بود و هرگز هم مشروعیتی نداشت از قدیم. شما ما یه تاریخی داریم بالاخره. شما نگاه کنید در کجای این تاریخ ایرانی خواستار حکومت آخوند بوده؟ هرگز. وقتی هم که موضوع مدرنیته پیش آمد و موضوع مشروطه، بزرگترین مجتهد عصر آمد جلوی قضیه ایستاد، مردم ایران دارش کشیدن و کف زدن و هورا کشیدن. دو چیز سبب این قضیه شد: یکی عملکرد رژیم گذشته که همه ارزش های نیک سیاسی مملکت رو برانداخت، هیچ امکانی باقی نگذاشتن، یک روزنامه باقی نگذاشتن، یک رجال سیاسی باقی نگذاشتن، یک گروه سیاسی باقی نگذاشتن، همه رو گرفتن و زندان کردن و فراری دادن و فلان منشهر رو یه نفر. این حقیقت حال هموطن. تصور نکنید حالا بنده گفت چه دشمنی من دادم با اون مردی که اصلا نمیشناختم و ندیدم و اینا. موضوع فردی شخصی نیست، یکی این پدیده بوده، یکی هم آدمایی مثل این. حالا چرا آدمایی مثل این به وجود می اومدن؟ چون شاید آدمی مثل این آدم، این آدم مرتجع عقب مونده بوده، این آقا عقب مونده، این علی شریعتی مرد عقب افتاده بوده. و آل احمد چرا به وجود میان؟ باز عرض می کنم سرچشمه تولید این آدم ها و این اندیشه ها همون سیستم و همون رژیم ها هستن، چون امکان دیگری نیست. پناه آوردن زیر پرچم اسلام ناب محمدی. حالا که نیروهای ملی شکست خوردن، حالا که همه احزاب سیاسی تعطیل شدن، حالا که نیروی چپ رو کشتن و اعدام کردن و تعطیل کردن، حالا که هیچ سرجنبانی نماند، حداقل بچسبیم به اسلام. این آقا آمد و عرض میکنن در حوزه دانشگاه ها و ذهن جوان ها و آدم های نادان، معمولا نادان. عرض کردم من یک بچه خواهری داشتم، خدا رحمتش کنه، آقا مسیح ریشی داشت و خلاصه خیلی مذهبی بود. بار مطلب واری هم گفت یه روز من گفت آقا تو چیه نشستی این کتابا رو میخونی و اینا و داریم شاهنامه زیر بغلت داری اینا، بیا بریم ببینیم پای صحبت آقا شریعتی در این حسینی ارشاد. گفتم این چی میگه این؟ گفت به چه بحثایی میکنه اصلا باورت نمیشه. گفتم عزیزم من یکی دو تا کتابی آقا رو میخونم، من 18 سال و بیشتر نبود، اگر چیزی پسندیدم میام. کتاباشو براشیم از اول تا آخر مغلطه است. همون زمان بودم آقایی به درد من نمیخوره، شما تشریف ببرید. مورید پیدا کرده بود، هنوز هم مورید داره. این باری این کتاب های آقا رو بخش های مهمش و نظرش راجع به امامت، نظرش راجع به مابعد و طبیعه و علی و غیره و زالت و اینا رو ما میاریم تحلیل میکنیم، باید این کتاب مغلطی کردیم، از خودش نمونه میاریم، بعد مغالطات، نمونه مغالطات. هر سبت که خواستم یک مطلبی حالا برمیگردم سر این علی شریعتی، یه بخشش رو باز میکنم خدمتتون میخونم، ببینید که چه خبره از مغلطه. ما مصرف کننده مغلطه نباستی باشیم هموطنان. گرفتاری ما این بوده است که چون بلندگو، یعنی موضع چگونه عرض کنم، سخن گفتن و دستور دادن و صدور امریه، یک جای بلندی بوده، یک مقام بلندی بوده و اون کسی که حرف می زده ضمانت اجرایی مغالطاتش چماق بوده، ما گمان می کنیم هر کس رفت پشت بلندگو و صحبت کرد یه لقبی خودش برست، این هم حرفاش درست حسابیه، هم خودش آدم حسابیه. نه آقا اینجور نیست. تحلیل کنیم، ایراد بگیریم، بحث بکنیم، نپذیریم هر کسی رفت هر پشت بلندگو هر یه مهملی رو گفت. خب اجازه فرمایید که بنده یک قطعه از این آقای علی شریعتی بخوانم. گویانش علی شهید علی شریعتی، والله این برای رفت لندن خودش مرد، این با ساواک همکاری میکرد. قربونتون برم چه شهیدی؟ کدوم شهید؟ که این شهید کرد گفتگوهاش با ساواک هست. این مرد با ساواک همکاری میکرد، میگو آقا این آخوندهای سنتی شما رو فلان میکنن، بذاری من جوانها رو چیز مدرن بیارم براشون و فلان، غافل از گردش روزگار که این آقا از زیر داره ریشه رو میزنه. خب البته بنده نمیتونم بگم آقای علی شریعتی مرد شریفی نبود، بنده نمیتونم بگم مرد بزرگواری نبود، بنده نمیتونم بگم که این مرد فساد داشت، نه هرگز اینجوری نیست. اما اون چه این مرد گفته است مغالطاته، ما اصلا به شخصیتش کار نداریم، به اون چه میگوید کار داریم هموطنان، نه کی گفته است و فلانی حرفا، اونم مغلط است. ما سخنانش در دست داریم. من میخوام که شما عرض کنم که در زمانی که بنده در پستوی منزلم نشستم یا در اتاق خودم نشستم حرف میزنم، به خودم مربوطم.
شعرم گفتم، ولی وقتی چاپ کردم در اختیار جامعه گذاشتم یا سخنرانی کردم، این دیگه در اختیار جامعه است که راجبش صحبت کنم. خب در باب علی اینجا صحبت کرد. نوشته بودم اگر دانشجویی بخواهد درباره بتهوون که یک موسیقیدان آلمانی است و در خود اروپا همه سبک موزیک او را نمیپسندند مطالعه کند و بدین منظور از من راهنمایی بخواهد، با وجودی که آشنایی با او برای مردم ما چند لزومی ندارد و آثارش را کمتر میپسندند و میفهمند احساس میکنند، معاذ حداقل سه کتاب مستقل بسیار عمیق درست زیبا و محققانه و بیش از صدها مقاله و کنفرانس و بحث و مصاحبه علمی و خواندنی وجود دارد. اما درباره علی یک کتاب که بتوان ادعا کرد این بزرگمرد را لااقل برای دانشجویان دانشآموزان طبقه کتابخوان و روشنفکر به خوبی شناسه یافت نمیشه. چه مغلطه ایست؟ مغلطه قیاسه و الفارق. مرد حسابی، آخه بتهوون چه ربطی به علی داره؟ بتهوون و علی؟ یه قولی بوده در هنر پدر جان، این معنویت انسان رو تا زیر ریش و پشم خدا برده با موزیکش. سرم نمی برید بتهوون. این چه مقایسه ایست که در مورد بتهوون کتاب هست در مورد علی نیست؟ هم علی علی کردن بام 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 تاشام که علی علی میکنن که این مردم که این خداشون شده علی پسر ابوطالب، خدا رو فراموش کردن، اصلا از خدا خبری نیست. جا علی بتهوون رو آورده میگه با این که این آدم رو نمیپسندن، یه عده نمیپسندن، حالا بمارک هم میخواد به بتهوون بزنه. مرد حسابی تو میگی بتهوون کیه، مقامش چیه، آقا این داستان چیست، چی میگی مرد حسابی؟ لااقل میامد میگفت مثلا در باب آقا محمد خان قاجار 5 تا کتاب از راجب علی نیست، حالا میگفتیم بسیار خوب یه مقایسه کرده شخصیت تاریخی. اما بتهوون چه ربطی به پسر ابوطالب داره؟ بابا این چه حرفی ساخه؟ این چه دانشی است؟ این چه حکایتی است؟ این چه تحقیقی است؟ ما کجای کاریم؟ ببینیم ما چقدر بدبخت و فقیریم که این آقا شده مقتدای ما در اندیشه. حدش باز کنید پر مغلطه و دروغه. حالا چرا یک کسی بیاد دانسته مردمی رو فریب بده و دروغ بگه؟ این پلیدترین صفات انسانی که عرض کنم رذیلت آدمی این دروغ گفتن به خصوص به جامعه. یعنی شما در موضعی قرار بگیرید که یک عده واقعا مظلوم با ذهنهای پاک بیان به شما گوش کنن، شما دروغ به اینا بگید. ولی این مطالبی که من دیگه خدمتتون میگم، چون این قضایا برای ما مشکل شده، هست و نیست ما رو در پرتو خودش گرفته. اگر نه ما چیکار داریم به علی؟ بنده خیلی هم احترام برایشون قائلم، چندین قصیده هم عرض کردم، ما بچه بودیم فضولی میکردیم، چیزایی هم میگفتیم برایشون گفتم، حضرت امام حسین و غیره، ما احترام داریم برای. اما اینها رو علن کردن زیر سایه تقدس دروغین، اینها دارن بر ما حکومت میکنن و سرنوشت ما رو به دست گرفتن و ببینید چه بلای به روز جامعه ایران آوردن. این هست که ما اینا رو نقد میکنیم. لااقل حقایق آشکار بشه. یعنی ما کاری به کار نداشتیم. بفرمایید. میگوید که در اسلام دو دوره 13 ساله‌ای که مکه 13 ساله مکه و 10 ساله مدینه دو دوره کاملا حساب شده است. کجاش حساب شده است؟ آقا این پیغمبر آمده و گفته من از جانب خدا برام جبرئیل میاد، اینا عربا زیر بار نرفتن. بعدا وقتی که ابو طالب که بزرگترین حامیش بود، مرد بسیار محترمی بود، آدم بزرگی بود، این ابو طالب خودش هم مسلمون نشد، مرد، پشتیبان نداشت، نقشه کشتن بکشنش، فرار کرد بیچاره. این چی چیز حساب شده است؟ حسابش در کجا بوده؟ میخواد بگی که بله در چیز در اون دفتر پنهان کبریایی اینا حساب شده بود. تصادف این هجرت رو پدید نبرده است. حالا از آقا باید پرسید آقا ابو طالب تا زنده بود چرا در نمی رفتشون؟ چرا نمی رفت؟ 70 نفر مسلمون شدن جمعاً بعد از 13 سال. چون نه پولی در کار بود، نه غنیمتی بود، نه دزدی بود، نه چیزی بود. آقا من نمیام سنت اجدادیم رو فراموش کنم، حرفات رو بشنم. 13 سال اول دوره ایست که اسلام فرد مسلمان یعنی انسان درستندیش و معتقد را می سازد و این اقلیت که مهاجرین هستن، حالا روش نشده بگه جمعاً در این 13 سال هرچند فریاد کشید و دعوت کرد بیاره پیغمبر کسی مسلمان نشد، میگه بله این حساب بوده. بله و این اقلیت، آقا اقلیت نبودن، آقا چه اقلیتی دیگه در مقابل شهر بزرگ 70 نفر اصلا اقلیت به حساب نمیاد، یه جمع به حساب میاد، نه اقلیت. اگه 15% بودن 20% بود میگفتیم اقلیت، 30% میگفتیم اقلیت، نه 70 نفر در یک شهر بزرگ.
این اقلیت که مهاجرین هستن در مدینه مرحله دوم را آغاز میکنن. بله. و اون مرحله ساختن یک جامعه درست است. یا تماشا کن این سرداخ چه کرد. این همه دروغ و مزخرف و مغلط است. بنابراین در مکتب اسلام مکه دوره فردسازی و مدینه دوره جامعه سازی است. این قاضی با لغته. یعنی چی دوره فردسازی؟ اتفاقا اون صحبته که ایشون در مکه میکرد بسیار زیبا و شاعرانه بود. بقیهش دیگه اقتلو و یقاتلو شد که قربونت برم که جامعه رو اینجوری میسازن؟ خب در تمام این سالها و در هر دوره از اولین لحظه بهتر تا لحظه مرگ پیامبر علی همدل و همگام او و در شدیدترین مهلکه ها پیشتاز همگان بوده است. این دوره خاص زندگی علی با مرگ پیغمبر پایان میپذیرد. این دوره عنوانی دارد و اون مکتب سازی است، یعنی استقرار مکتب در ذهن جامعه و پرورش جامعه بر اساس مکتب، اجرای مکتب و ایجاد ایمان در وجدان زمان و تشکیل یک گروه اعتقادی و در یک کلمه مبارزه به خاطر یک هدف. این فصل اول زندگی علی است. 23 سال اول در زندگی علی 23 سال مبارزه به خاطر مکتب است. داستان چیه؟ بچه 7 ساله رو به خاطر گرسنگی که پدرش داشته، شد ابو طالب مرد شریفی بود اما پول نون نداشت. سنت عرب بود، وقتی بارها گفتم خدمتتون چون مهمه بارها دیگرم خواهم گفت، عرب یک سنت انسانی خوب داشت و اون این بود که وقتی که یک کسی فقیر میشد نون خور داشت به قول عوام، نمیتونست شکم را سیر کنه، عوام میبنن حالی که بچهاشو میبرد سیر میکنه. وقتی اومدن ببرن گفتین عقیل نبرین بقیه رو ببرین. علی را هم محمد آورده، یه بچه کوچیک بوده، وقتی هم یه بچه کوچیکی آمد و غلام یه خانه شد، پادو یه خانه شد، مسلماً تحت تاثیر اربابش قرار میگیره. هر چی اربابش میگه میگه چون مدیونشه، نونشه داده، از بچگی بزرگش کرده. مکتب سازی چی؟ یه بچه 8 9 ساله مسلمونم شده، تازه مسلمونم نمیشد. علی گفته من باید فکر کنم برم با ابو طالب راجعش صحبت کنم. بعد فرداش اومده گفته که بابا میشم. خب بلافاصله، حالا اینجا رو ملاحظه فرمایید، اینجاست که باعث فساد آن. این آدم اگه عقل داشت، مرد حسابی، تو اومدی تو فرانسه، توی محیط آزاد، دموکراسی رو دیدی، پیشرفت رو دیدی، حیثیت انسانی رو دیدی، یا آقا این چه فسادی است میندازی؟ تو که میدونی آقا این اقلیت مهمی از مردم ما برادران اهل تسنگان هستن، این داستان های چی آقا میشنن فحش و فضیحت ابوبکر خب ناراحت میشن. این داستان ها داستان های پوسیده ارتجاعی گذشته است، ربطی نداره به جامعه امروز. تا تو بچین دن به ابوبکر و عمر بکنی و فحش بری به ابوبکر و یاران رسول و نمیدونم یار غار محمد و اگه تو مسلمان هست، این دامن میزدن به این داستان ها. بلافاصله بعد از مرگ پیغمبر وضع و جبهه گیری تغییر پیدا میکنه. حالا اصلا این داستان رو داره مهم میکنه، خبری نبود. دو سه نفر این علی پیرو داشت، این پیروانش هم پیروان فعال نبودن، قوری میزنن این دو سه نفر، اون عمار یاسر و اون ابوذر و سلمان و عرض میکنم همینا بودن، مقداد، این دو سه نفر جمعن، یعنی هر که زور زدن خود بچه های علی تعداد اینا به 9 نفر برسن نداشتن. این 9 نفر دوستدار این بابا نداشت، به جهت اینکه سیاستی این نداشت، به جهت اینکه آدم زیاد کشته بود، به جهت اینکه عرض میکنم خشن بود، اصلا در ردیف شیوخ عرب نبود، در ردیف بزرگان نبود این بابا. خب میگوید که جبهه گیری رهبری عوض میشود. خب قدرت ها و نیروها و صفها که در داخل حزب خاموش و پنهان نشسته بودند و در این عمومیت مبارزه به خاطر مکتب خودشان رو نشان نمیدادند روی کار آمدند. راجب کی داری صحبت میکنیم؟ کیا خودشون نشان دادن؟ همه دنیا میدانستن که آقا بزرگترین مشاوران رسول، خیشان رسول، نزدیکان رسول، ابوبکر و عمر، از این دو بزرگتر کسی نبود. اینها پنهان بودن، یهو آمدن و چیز کردن. ملاحظه کنید، دروغ رو ببینید، مغلطه رو ملاحظه میکنید. ببین بله، خودشون را نشان نمیدادن روی کار آمدن. کیا روی کار آمدن؟ ابوبکر خودشون نشان نمیداد روی کار آمد. جناح ها مشخص شد و قدرت های پنهانی داخلی این حزب نمودار شدن و بعد سکوت علی آغاز شد. بله، سکوت به این معنی که نمیتواند فریاد بزند، زیرا ناگهان میبیند کسانی که 23 سال در کنارش بودند، نه اکرمه و ابو جهل و ابو سفیان ها، بلکه صمیمیترین نزدیکترین یاران خود او و یاران پیغمبر که در 23 سال مبارزه به خاطر مکتب همگام او و پیغمبر بودند، اکنون در برابرش ایستادند.
در برابرش کسی نایستاده بود، کسی با این کاری نداشت. بابا جان یک عده عرب اومدن، اتفاقا تنها انتخاباتی که در تاریخ اسلام شده و در تاریخ عرب شده همین انتخابات بود. این آخونده رافضی میخوان اونم عوض کنن، حالا ما منتظریم که اینا برای ما انتخابات بیارن. شما فکر شما کنید یه انتخابات صحیح و درست شده در تاریخ این اسلام، همین انتخاب ابوبکر بوده. مردم که هم شدن زیر این سقیفه، گفتن آقا کی انتخاب کنیم؟ میدن آقا آقا این ابوبکر از همه مسنتره، داناتره، کسی هم نکشته، خشونت هم نداره، زندگی و اموالش هم در راه اسلام داده و به میل خود آمده. من تنها کسی که به میل خود آمده من مسلمان شده و شک نه ابوبکر بود. تازه پدرزن رسول هم بوده، یعنی زنی که عاشقش واقعا بود همین عایشه بود که دختر ابوبکر در مقابلش ایستن، که کسی نبود این علی. اصلا باش بیعت نمی کردن بزرگان عرب. فرستاد دنبال سعد، گفتم خدمتتون بزرگترین کلام تاریخ اسلام رو این سعد گفته، سعد بن ابی وقاص، همین مردی که فرماندهی عرب رو کرد در جنگ قادسیه، ایرانیان رو شکست. فردوسی با بزرگی در باب سعد صحبت کرده، چو بشنید سعد اون گرانمایه مرد، پذیره شدش با سپاهی چو گرد. علی میگه ببریم جنگ کنیم، گفت یه شمشیری برای من بفرست که آدم خوب و بد رو از هم تشخیص بده، من میام با تو جنگ کنم. یعنی تو داری خوب و بد داری با هم میکشی، تو قاتلی بابا، نمیفهمی داری چیکار میکنی. تو شمشیری برای من بفرست که آدم خوب و بد از هم تشخیص بده، من میام با تو کنار تو جنگ میکنم. معنی چیه؟ معنیش اینه که تو خوب و بد رو نمیفهمی، داری آدمای خوب و آدمای بد رو با هم داری سر میبری، میری جلو. سکون، بله سکون که علی آغاز شد، زیرا ناگاه ها میبیند که 23 سال در کنارش بودن، ها نه اکرام فلان، بله اکنون در برای ایستادن. مبارزه با اینها به منزله نابود کردن شخصیت های بزرگی است که به هر حال در شرایط خاص اون روز حفظ قدرت و وحدت اسلامی در دست های اونها به در شخصیت اونها تبرم پیدا کرده بود. جناح‌بندی ها و اختلافات خانواری و قدرت های داخل در اسلام و در میان مسلمین چنان بافت پیچیده درست کرده بود که این شخصیت ها که در برابر ایستادن اگر گره این بافت محسوب می شدن و اگر علی به روی اونا شمشیر بکشد، چه شمشیری بکشه؟ به واسه شمشیر می‌کشید می‌گرفتن دارش می‌کشیدن سرش می‌بریدن، کسی نداشت که شمشیر بکشه. برای کی شمشیر بکشه؟ ابوبکر بود، عمر بود، عثمان بود، یاران رسول، خیشان رسول، پیروی نداشتون خلیفه مسلمی بود. برای کی شمشیر مگه میشد یه تنهایی پاش شمشیر بکشه؟ شمشیر رو زمانی میکشیدن که پشت سرش سپاهی باشه، یارانی باشه، طرفدارانی باشه. کسی نداشت. این سه تا آدم داشت که اینا با اونا بیعت کرده بودن، میگفتن آقا این حالا یه من حقی داشته. سه نفر بودن از این هزاران هزار عربی که اونجا بود و بیعت کردن با ابوبکر، سه تا رفیق هم داشته که سیمپاتی بهش داشتن، رفیقش هم نبودن. در برابر کسانی شمشیر کشیدی که اگرچه برای پایمال کردن حق او برخواستند، که چه حقی نداشت که کسی برخواسته؟ چه حقی این آقا به خلافت داشت؟ مثلا این چه کاره بود که این بخواد خلیفه بشه؟ عرض کنن که شما بخوام حق مرتب رو ببینیم و تاریخ رو درست نگاه کنیم، رسول از این بابا خیلی راضی نبوده. آخه نمیشه شما بخوای از این شهری فرار کنی، جونت رو در ببری، یه نفر بخوابونی جا خود، این چه معنی میده؟ شاید فکر اینه بذارم بکشنش یه نورخور کمتر بشه. و بعد هر موقع از مدینه میرفت بیرون، اینو جانشین خودش نمیکرد از محمد، یه کسی دیگه میذاشت جانشین خود، اینو میذاشت مواظب فامیل باشه، چون میدونستی مدیریت نداره شورش به پا میکنه. اون جایی که گفته است که تو به من مثل موسی هستی، یه تعارفه، به خاطری که این آقا رو شغلش نداده بود، داشت میرفت جنگ تبوک بود اگر اشتباه نکنم. یه آدم درست حسابی رو میذاره جا خودش، میگه تو امور مسلمین رو بگردن تو، ای علی تو مواظب این زنمنا باش، خانواده رو مواظب. بعد خب مردم فهمیده بودن برای چی این کاری کرده، گفتن این بی عرضه است، علی خب محمد به شغل نمیده. سوار عصر شده، رفته تاخ کرده، رفته گفته آقا تو که به ما شغل نمیدی، مردم دارن برای مسخره میکنن، تو ناراحت نباش، تو برای من مثل موسی هستی، هارون هستی، برای موسی برو دلت خوش باشه. اینم شد حرف. عملا به شغل نمیداد، در عوض هر کاری که منفور بود و باعث نفرت دیگران میشد، مثل کشتن سگهای مدینه و عرض کنم سربریدن نظر ابن حارث و کشتن این بیچاره و چشم در کردن اینا، میداد به این بیچاره میکرد، اینا بدبخت قبول میکرد، چون از بچگی غلامی کرده بود و زیر نفوذ و سیطره شخصیت رسول بود. و وقتی هم که خلیفه شد، بزرگان عرب به این رأی نمیدادن، میگه آقا تو عموی من کشتی، گفت تو دایی من کشتی، که میگه این به درد نمیخوره، این گفت آیین حرب نمیدانه، گفت آیین سیاست نمیداند. چه کسی مقابل کی؟ این حرفا برای چیه؟ و
خب بابا اسلام سرتایی داره، مسلمین هستن، 1.5 میلیارد هستن، کتاب ها هستن، اینا چی آخه به خورد ما میدن اینا؟ خب هر شبت که دو کتاب موردم خدمتون، یکی هر شبت که در باب حسین وارث آدم، یکی علی و هر شبت که بقیه داستاناش. حالا بماند، من همین قبل از که بیام اینجا یه نیم ساعت پیشیدیم باز کردم این فخشایش رو، گفتم بیام خدمتون بخونیم این علی شریعتی. فرق نمی کنی کجاشو باز کنیم. بله خب ما از صفحه از صفحه 127 حسین وارث آدم از علی شریعتی برای شما میخوانیم. در فرانسه هر سبتی 3 جور دکترا میدن. قلابی ترینش بهش میگن دکترای اونیورسیته، اونیورسیته مثل همین پیه دکترای ادبیات به پاکستانی ها میدادن. به مرسی که پاکستانی یاد میگرفت بگوید توانا بود هر که دانا بود، دکترا بهش میدادن بره پاکستان، دکترا ادبیات زبان فارسی. این آقا از اون نوع دکترا بوده. حالا بمانم، میگوید اون که بدون در درس ها اشاره کردم این است که در طول تاریخ بشری نهضت های دینی را به دو دسته بزرگ میشه و تقسیم بندی کرد. بر اساس محتوای این دین ها و همچنین بر اساس سنخ پیامبرانشان و بنیانگذارانشان و بر اساس وابستگی طبقاتی و اجتماعی این رهبران دینی و همچنین بر اساس جهت دعوتی که این دعوت کنندگان خلق و بدان میخوانند. بر این اساس و بر این ملاک همه پیامبران تاریخ به اصطلاح تاریخی پیامبران دروغین یا راستین، اینجا شروع کرد به مغلطی کردن و تعصبات رافضی رو نشون دادن، تقسیم بندی پیامبران به دروغین و راستین. خب حالا چه کسی که قضاوت بکند که راستین بود که دروغین بود؟ این آقای حخا اگر که 150 سال پیش بود جز پیغمبران انبیا به حساب می آمد. اگر جهال جمع می شدن این هم می شد جز پیغمبران راستین. خب بله میگوید بر دو دسته هستند. یک دسته پیغمبران سلسله هستند که بزرگترین بنیانگذار جهانیش ابراهیم است. این پیامبران که از ابراهیم به بعد برای ما شناخته تر شدند، چون از نظر تاریخی به ما نزدیکترند، سلسله هستند از پیامبرانی که وجه مشترکشان از نظر اجتماعی این است که همگی از محرومترین قشرهای زندگی اجتماعی و اقتصادی زمانشان برخواستند و به تصریح شخص پیغمبر اسلام همگی چوپان بودند. خب و به تصریح تاریخ غالبا چوپانی میکردن جز چند تنشان که اونها کارگران حرفی بسیار ساده و گرسنه بودن. این داستان پیغمبر بازی هر می شود که ما میگوییم پیامبران انبیا و اینها، هر شود که بخشی از اینها اسطوره است، میتولوژی، وجود نداشته، نبوده، مثل موسی و ابراهیم و نمیدونم یعقوب و اینها وجود خارجی همچین آدمایی نداشتن. این میتولوژی تاریخ یهوده. هم بردم حالا بنده نمیگم اهمیت ندارد، چون بارها عرض کردم میتولوژی اهمیت داره. مثل که ما بگون که از پادشاهان خیلی تاریخی بزرگ ایران مثلا عرض میکنم کیقوباد است، کیکاووس. آقا ما شخصیت کیکاووس اصلا موجود نبوده، اینا میتولوژیه. این آقا اینها رو به عنوان تاریخ پذیرفته. در مطلب دیگر این که این داستان پیغمبربازی و این جور مصطلحات فقط در خاورمیانه است که هست. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه از این شبه قاره هند که شروع بشود که بیشترین جمعیتی گیتی معمولا اونجا بوده اصلا مطرح نیستن اینا، اصلا چنین مصطلحاتی نیست. پیغمبر از آسمان آمده و یه حرفا. و به لحاظ تاریخ شناسی عرض میکنن که این تاریخ یهود به لحاظ تاریخ عرض میکنن یک دوره ای رو به اینها میگوین دوره از کنم که پیشوایان قبایل یا پتریارکس، نه پیغمبران. بعد از اینکه دوره پتمس موسی یعنی رهبر قافله، رهبر قبیله، بعد در سرزمین اسرائیل اینها شاهنشاهی به وجود آوردن.
کدام چوپان بودند و گدا بودند و این حرفا؟ سلیمان و داوود و اینا پادشاه بودند، آقا پادشاهان اسرائیل بودند. و بعد بر اثر فسادی که در همین منطقه اسرائیل شده این داستانها در زمان سلیمان و غیره، یه عده می آمدن مردم رو به خلقیات نیک دعوت میکنن. اصلا پروفت و پروفسی یعنی این، کسی که حرکت میکنه مردم رو دعوت میکنه. خب پس این آقا داره تاریخ و اسطوره رو معنیش رو نمیفهمه، داره به هم میبافه. خیلی خب. اما پیامبران خارج از این سلسله یا رهبران مکتب‌های فکری یا اخلاقی خارج از سلسله، چه در چین وابسته به نژاد زرد، چه در هند، چه در ایران و چه بزرگان بنیانگذاران مکتب‌های علمی اخلاقی یونان، بدون استثنا همگی اشرافی بودند و برخواسته از طبقات مرفه و برخوردار و قدرتمند. کی به شما یاد زده؟ همه رو به چوب دانده. کجا به طبقات اشرافی بودند؟ اتفاقا درست اینه، گفت قدر درویشی کسی داند که شاهی کرده است. اگر یک شخصیتی مثل بودا فرض فرمایید، یا ابراهیم ادهم که زندگیش خیلی شبیه اون هست، بیاد تشکیلات شاهی رو رها بکنه و بره 30 سال ریاضت بکشه، با مردم بنشینه و مردم رو به فضیلت ها دعوت بکنه، این درسته؟ نه اینکه یک آدم فقیری پاشه دوزار جمع کنه، حمله بکنه، اموال مردم رو بگیره، کلانی حرفا به زور شمشیر. و هر فضیلتی تو جامعه هست اونها رو محکوم بکنه، هر فرزانگی و بزرگی رو عرض بکنن که نشانه های بزرگی فضیلت های انسانی که ساختمون های رفیع و تجمع رو خراب بکنه، این درست وارونه است به گمان من. و همه اینها هم اشرافی نبودن. خب و قدرتمند در تاریخ طبقات قدرتمند حاکم عبارت بودن از 3 لایه‌ای که یک طبقه حاکم را می ساختن: طبقه زورمند، طبقه زورمند و طبقه روحانی که هم قدرت سیاسی و هم قدرت اقتصادی و هم قدرت ایمانی خلق را در دست خود داشتن و چه با هم همساز بودن و چه مخالف. به هر حال سازش یا عدم سازش اونها بر سر حکومت و خلق بوده است و نه برای خلق. این پیامبران پیشواران غیر ابراهیمی یکایک از هند و چین گرفته رفته رفته تا یونان، همگی از پدر یا مادر یا از هر دو وابسته به طبقات شاهزادگان، روحانیان، اشراف بودند. کنفوسیوس همینطور است، لاوتسو همینطور است، بودا همینطور است، زرتشت همینطور است، مانی همینطور است، مزدک همینطور است. کجا مزدک همینطور است؟ سقراط کجا؟ سقراط وابسته اشراف بوده. این مزخرفات چیه؟ این مهملات چیه؟ سقراط پاپتی را میده بابا جان. این دروغگو، این آدم دروغگو و مغلط کاره، کارش بی ارزشه، این آدم محقق نیست. عرض کردم فرق آدم محقق با مقلد در این هست که شباهت دارد به قواسی که میخواد داره عرض کنم مروارید سید بکنه. خب قواسی یک لباسی داریم که خفه نشه اون پایین. قواس حقیقی لباسشو میپوشه و تشکیلاتشو میبنده و همه کاراشو میکنه و میره زیر آب میگرده. ممکنه مرواریدی پیدا بکنه، مرواریدی هم پیدا نکنه، ممکنه دست خالی بیاد بالا، ممکنه که با دست پر بیاد بالا. اما این متقلبین و ایدئولوگ ها همون لباسه رو میپوشن، یکی دوتا مروارید قلابی پلاستیکی تو دستشون یا کمربندشون پنهان میکنن، بعد شیرجه رو میزنن تو آب. بعد از چند قوطه‌ای که خوردن میان بالا میگن ما پیداش کردیم. یعنی پیشا پیش حقیقت رو پیدا کرده، حالا میخواد جریانات تاریخی رو وارد اون قیف حقیقتی بکنه که خیال بکنه حقیقته. نوشته های کمونیست ها، مارکسیست ها، اسلامیست ها، همه متکلمین گذشته و حال، همه به همه یه جوره. یعنی انگیزه قلم به دست گرفتنش اینه که حقیقت رو پیدا کرده خیال میکنه و بعد میخواد اینها رو به دیگران هم حقنه بکنه با پوزش. بله. خب بله، بعد میگوید که همه جا میبینیم در بحث از پیامبران ابراهیمی بحث از ناس است، بحث از مردم است و همچنین بحث اینها با بعثت پیامبران دیگر فرق دارد. بعثت اون پیامبران غالبا توسل به قدرت موجود است برای اشاعه دینشان، فرصت نیست یکایک بگویم. قبلا گفتم در صورتی که پیامبران ابراهیمی بعثتشان همواره به صورت توسل بر مردم است علیه قدرت موجود در زمانشان، ابراهیم را میبینیم تا مبعوث میشود گرز را بر میدارد و موسی چوب دستی چوپانی را و یورش به کاخ فرعون میآورد.
این دروغ رو از کجا آوردی آقا؟ حتی در داستانی هم که یهودی‌ها ساختن به 750 سال پیش از میلاد تو تورات چش نوشتن، کجا موسی جرأت و شهامت این داشت که حمله بیاورد به کاخ فرعون؟ چه مزخرف و مهملی است آقا نوشتی؟ تو اون داستان هم میگوید که آقا اینو نمیدونم تو آب گذاشتن و برداشتن تو کاخ فرعون بزرگ شد، بعد نهایتا میگفت من قومم رو میخوام از اینجا ببرم، قومش رو برداشت برد. کجا با چماق حمله کرد به کاخ فرعون؟ بله، و قارون را در خواب مطعون میکند و فرعون را در آب غرق. اینم از اون دروغای شاخدار که البته میدونیم که دروغ شاخدار است، احتیاج به توضیحش نیست. و پیغمبر اسلام پس از اینکه مرحله فرسازیش تمام میشود آغاز جهاد میکند و در مدت 10 سال بیش از 58 جنگ دارد. خود دست شما درد نکن. اگر سخن سخن خداست باید اون چنان حقانیتی داشته باشد که نیاز به تیغ شمشیر نباشه. آقا سخن حق نیازمند اینه که شمشیر بکشی سر مردم ببری بگی یا قبول کن سرت میبرم. آقا اگر حرف خداست باید مردم قبول کنن، اونقدر مستدل باشه، نیرومند باشه، انسانی باشه، جاذبه داشته باشه که مردم قبول کنن، نه اینکه قبول نکنن و شمشیری برداری گردنشون رو بزنی اموالشون رو ببری تا به زور قبول کنن. خب میخوام شریعتی رو بشناسیم. بله 65 جنگ دارد که البته این دو برابرش هم کرده، دروغ میگه این علی شریعتی، 33 جنگ بوده نه 65 جنگ. یعنی هر 50 روز یک نبرد ماشاءالله و یک کوشش نظامی. دست شما درد نکنه، پیغمبر خدا با شمشیر به جان مردم. خب اساسا معجزات اینها نشانی از گرایش و جهت بعثتشان است، معجزات اینها هم متناسب با رسالتشان است. اژدها شدن عصا و به تخت فرعون حمله بردن است و اسلام و قرآن با اعلام این است که اسلام دینی نیست که قرآن آورده باشد یا آورنده قرآن، بلکه یک دین واحد در طول تاریخ است که هر پیغمبری در قرن آمده تا این دین را به مقتضای زمان بر اساس قوانین خود تبلیغ کنند، یک دین است و آن اسمش اسلام است. و با اعلام این اسلام و تعمیمش میخواهد به اسلام یک جهانبینی تاریخی بدهد و به نهضت اسلام یک اتصال پیوستی به همه نهضت هایی که در طول تاریخ با شرک در افتادن و برای نجات مردم با زورمندان و زورمندان و فریبکاران به جهاد بخواستند و همه را یک جنگ و یک دین و یک روح و یک شعار در طول تاریخ باشه در همه صحنا و همه اصحا و نسلا توجیه میکنند، توجیه کنند. این داستان های یهود رو خودشون هم بیچاره روشون نمیشد به کسی بگن، یعنی این داستان ها رو که مربوط به عرض میکنم مبدأ و معاد هست، اینها در تورات بود، تورات هم یک کتاب خاص یهودی ها بود، اساسا به غیر یهودی نشون نمیدادن، حرفش هم نمیزدن که بله نژاد انسان نمیدونم آدم بوده و حوا بوده و این حوا رفته اونجا نمیدونم مار گولیش زده و رفته این داستان بچگانه نمیدونم چی خورده و بعد خدا اومده داد و بیداد کرد و چند تا فوشی داده و لگد پرانده و اینا رو از بهش پرتاب کرده به زمین اینجا تعبیر باشه. اینها از شبت که اینها خود یهودیان جرأت ابراز این رو در نمیدونم حیطه امپراتوری اسلام به حیطه امپراتوری روم یا چین اینا جرأت ابراز این داستان هم نداشتن. ولتر میگه آقا اگر که هر شبت که یک یهودی میامد در سنای روم میایستاد و میگفت پدر شماها آدم و حوا بوده نمیدونم چی، اینو با شلاق میزدن میداختنش وسط خیابان. و چگونه است ولتر میگوید که همه این مدنیت های بزرگ مثل چین، مثل هند، مثل بابل، مثل تمدن روم و اینها نفهمیدن پدرشون کیه، کجا اومدن، چهار تا چیز اومدن به اینا گفتن آه پدرتون حوا و آدم بوده. میگه این چه مسخره بازیه. این داستان ها زمانی مشهور شد که قرآن و اسلام آمد اینها رو رونوشت برداری کردن و کپی کردن و بعد با شمشیر عرب رایج کردن، وگرنه خود یهودی ها هرگز تمایلی هم نداشتن اینا رو برای کسی بخوانن یا به کسی بدهن. یک کتاب مقدسی بود در دست یهودیان در حلقه خودشان مطرح بود. یه آقا چنان صحبت کرده که پنداری از ابتدا همه مردم اینها رو قبول داشتن یا فرض کن این داستان ها مشهور بوده. نه آقا چنین چیزی نبوده. اون کپی برداری رو نوش برابر اصل شما نگاه کنید، بذارید مقایسه کنید. آقا خودتون ماشاءالله همه داریم کتابا رو، بنده چندین نوع تورات و چندین نوع قرآن اینها دارم، شما متن دارید. این رو نوشت از روی اصل
روزه بگیرید از اونجا اومده، خطه کنید از اونجا اومده، نمیدونم کدام مرغ بخورین کدام مرغ نخورین، کدام حیوان سر ببرین کدام گوش حلال، همش از اونجا اومده. نزدیکیش حیرت انگیزه، یعنی درست مثل که کسی کتابی برداره از روش شروع کنه نوشته. تنها چیزی که در اونجا نیست زکاته، البته به طور غیر مستقیم زکات در چیز هم هست، اما به صورت دستور نیست. مثلا میگه آقا وقتی که بادون رو تکون میدی درختاتو میوه چه چیز بکنی، همشو تا آخر نتکون درخت رو، یکی دو تا بادون چهار تا سیب دو تا انگور بذار بیچاره بیان بخوره. در این به صورت زکات در اومده در اسلام، وگرنه هیچ چیز اصیل در اسلام وجود نداره در قوانین اسلام. پس در بیشتره که بکشیم ببینیم همه اینا سامیس آقا، همه اینا در قوانین 1500 2500 چند تا قانون بود، لوحه حمورابی خدا خوشبختانه کشف شده در ایران، هم کشف شده در موزه لوور، میگوین ارجمندترین عتیقه ای که کشف شده قوانین حمورابی و لوحه سنگی، همه این داستانا چشم مقابل چشم، دست مقابل دست، نمیدونم چی. خیلی از قوانینش هم بسیار عادلانه تر و انسانی تره از این قوانینی که تورات آورد و قرآن آورد. این آقا طوری فرض کرده که گویی هر شبت که اینها مطالب جهانی بوده و از ابتدا اینها مشهور بوده. خیلی خوب، به این آیه و طرز تلقی تاریخی و سخن گفتن قرآن نگاه کنید که تسلسل تاریخی را قرآن به چه شکل بیان می‌کند و این نهضت را پشت سر هم به چه شکل تسلسل می‌دهد. ان الذين یکفرون بآیات الله، کسانی که به آیات خدایی کفر ورزند، و یقتلون النبیین بغیر حق، و کسانی که پیامبران بناحق می‌کشند، و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، و کسانی را از مردم میکشند که به قسط و عدل دعوت میکنند. میبینیم در این آیه قرآن سه مقوله را به هم میپره، به هم میره. در یک ردیف نامی به اول آیات خدا، دوم پیامبران، سوم از مردم کسانی که به برابری میخوانند، و کافران خدا و قاتلان پیامبران و مردم عدالتخواه را یک کاسه میکنند. عرض کنم که به همه همسف نشان میدهد. این نوع تلقی اجتماعی و فلسفه تاریخ بشری و توجیه نسبت به گذشته در قرآن است، و پیامبر اسلام آخرین پیام آور این دین است که در طول تاریخ به تصریح مکرر قرآن همه پیامبرانش آمدند تا حکمت را و کتاب را و عدالت را در جهان تعلیم کنند، و پیامبر اسلام آخرین پیامبر از این نهضت جهانی و بشری پیامبران است که به نام اسلام بشریت را به عبودیت خدای واحد می‌خوانند تا از عبودیت غیر از او سرها را آزاد کنند، و پیامبر اسلام آمده است تا با تحقق همه جانبه جهان بینی توحید، وحدتی به تاریخ بشری، وحدتی به نژادها، به ملتها، به گروه های و طبقات اجتماعی. آقا هر کس که آمد که وحدت صحبت از وحدت کرد، فقط فاشیسمه که صحبت از وحدت میکنه. آقا چه اجباری داره که ما صحبت کنیم؟ چه زوریه که ما بیایم حوالی جهان رو به توحید بیاوریم با زور شمشیر؟ آقا مردم آزاد، هر کی هر دینی بخواد داشته باشه، به ما چه ربطی داره؟ پیامبر وظیفش اینه که تعلیماتش رو منتشر کنه، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ اگر مستدل و درست و مناسب قبول بکنه، اگر همیست نکنه. این میگه نه، اگه نکنه باید این گردنش رو سرش ببریم و یه مالیاتی به ما بده، هر شبت که توهین هم بهش بکنیم، تعقیبش هم بکنیم، چون به یه دین دیگریست. خب بله، این است که پیغمبر اسلام موعود بردگانی بود که در طول تاریخ تقین کرده بودند که سرنوشت محتومشون بردگی است. خود این آقا برده زیاد داشت، می آورد برده می فروخت، آدمای آزاد رو می گرفتن برده می کردن، ایشون می فروخت پولش می گرفت. آقای علی شریعتی، این خدای این بابا که میگوید شراب شرب خمر حرام است، 180 تا زیان داره، عقلش نمیرسید خدا بگه آقا بردگی حرام است. نمیشد. واقعی میگوید یه روز علی به فاطمه گفت آقا ما از دست زحمت کشیدیم و آب کشیدیم و اینا مردیم، بریم دو تا برده برداریم بریم کارمون انجام بدیم. میگه من روم نمیشه، تو برو و اینا. خلاصه دو نفری میرن برده آورده بودن. برده کی بود؟ از سرحدات ایران ایرانیان آزاد یا رومیا گرفته بودن، عربا بسته بودن و تناب برده بودن که حالا بفروشن پولش رو مسلمین بخورن در راه خدا. رفتن و گفتن که یا رسول الله، ما از بس من آب آوردم نمیدونم دستام درد گرفت، گفت بس رخ شستم فلان اینا.
دو تا برده ببدیم ما برای کار ما رو انجام بدن. حالا معلوم است اون برده کدام انسان شریف و آزاده بود که در قوم و قبیله و زندگی خود صاحب احترام و حیثیت و شرافت بود. حالا عربای بی انصاف گرفتن اینو برده کردن بردن و پیغمبر میخواد اینو بفروشه، چون پر برده فروش بود. هر روز برده فروشا در مدینه حاضر بودن، چون مسلمین برده می آوردن پدر مادرای بنده و جناب عالی رو. حالا میریم سر قبر، عرض میکنم زامن آهو سر میساییم. اینها اینها پدر و مادر ما رو برده میکردن، میفتوختن پولشو میخوردن، لباس خز میپوشیدن. یا رسول الله دو تا برده بده ما کارامون انجام بدیم. رسول به خشم آمد، گفت به خدا سوگند که من به شما برده اینها رو میخوام بفروشم، پولشو بدم به این اصحاب صفه بخورن. حالا اصحاب صفه کی بودن؟ تعدادشون رو بین 50 تا 400 نوشتن، آدمای بیار بیکار گردن کلفت مفخور که فقط تو مسجد نشسته بودن نماز بخوندن، نمی‌رفتن دنبال کار. انسان آزاد رو بگیری بفروشیش به بردگی، پولش رو بدی شکم اینا رو سیر کن. این وعده است که آقای شریعتی داره ماست میماله و نمیدونم ماله میکشه. خب آقا یک مرتبه یک شوار تو پیغمبر خدا هستی، عبدالسی آقا بردگی ممنوع حرام، از شرب خمر بدتر است. هم چیزی نمیگه، خودش بردهدار بود، بردهداره. ما این میگفتیم قنبر نمیدونم قنبر بده. قنبر بیچاره برده بود، گرفتن کشیدنش به حمالی بیگاری. قنبر بلال حبشی کی بوده؟ یه برده بدبختی بود اونجا بردگی میکرد. آقا بردگی این است که پیغمبر اسلام موعود بردگانی بود که در طول تاریخ یقین کرده بودند که سرنوشت محتومشون بردگی است. بردگان و تحقیرشگان و محرومانی که به زبان دین یا علم یا فلسفه، به زبان زور یا به هر زبان شعر و هنر که همه در خدمت خواجگان بوده است، باور کرده بودند که برای دست کشیدن، ذلت دیدن و بار کشیدن و گرسنه بودن زندگی میکنند و متولشن و آفریده. طبقه مستضعفی که یقین کرده بود که خدایان یا خدا با آنها دشمنه و برای برگزاری کار خلق کار جهان آنها را بارکش دیگران بار آوردن. همچنان که مانی پیامبر میگفت که از نور ظلمت سخن میگفت، شکست خوردگان بیچاره از ذات ظلمت و فاتحان ظلمت از ذات نور و ارسطو افلاطون متفکران نابغه میگفتند که خداوند یا طبیعت گروهی را برده خلق میکند و گروه آزاد به آزادگان با زحمات و رنجهایی که بردگان در کار تکفل کارهای پس میکشن فراغت پیدا کنن که کارهای متعالی از قبیل اخلاق و هنر و شعر و موسیقی پردازن. پیامبر اسلام آمده بود تا اون نهضتی را که در طول تاریخ با یا فریب و دروغ و شرک و تفرقه. آقا میدونیم داستان چیه قربان؟ از ببینیم شما عرض کنم داستان اینا نیست، اینا همه مغلطه و دروغه. هموطن بذاریم من به شما بگم حقیقتا هم چی بوده. در بیابانها که مردم آزادن، یعنی آدرسی ندارن که اعلی حضرت بخشنامه بده، ژاندارم و پاسبان بره دم در بگه عباس کشاورز اعلی حضرت فرمودن که فردا شما باید بری زندان، مردمان آزادن. این زندگی صحرا عرض میکنم توام با یک فرزانگی و آزادگی بوده. این اعراب مردمان آزادهی بودن، درشون هم فرزانگی بسیار بود. خب وقتی یک کسی بیاد و بخواد که این اعراب رو جمع کنه و در راستای اندیشه‌اش به کار بگیره، مجبور هست سخن از برابری و برادری کنه، ولی نمیان. در جوامع متمدن هست که طبقات به وجود میاد، در بیابان که طبقه وجود نداره که، همه با هم. شما در قبایل ایران هم که تشریف ببرید طبقه وجود نداره که، اونم که بهش میگن خان مثل بقیه است. زن و مرد وجود نداره که زن بنشونن در گنج خانه و یه گونی سیاه و بعد مرد بره و بعد در بزنه بگه که آقا شما هستی، که صداش سکسی نباشه. نه بابا، همه دارن با هم کار میکنن، نه چادری هست، نه روبندی هست، نه چیزی هست. بنابراین در بیابانها عرض میکنم اقوام ابتدایی یک کسی بخواد بیاد ادعا پیغمبری کنه، مجبور از برابری و برادری و تساوی صحبت بکنه تا اینکه اینا جمع بشن، وگرنه نمیشن.
اینا نه به خدا مربوط بوده، نه از آسمان آمده، نه چیزی از این قبیل. عرض کردم از آسمان دو سه چیز بیشتر نمیاد، یا بارون میاد یا برف میاد یا سنگهای آسمانی. دیده نشده، شاهد عینی نبوده، هیچ کس ندیده، معجزه رو هیچ کس ندیده. هموطنان شما یک نفر پیدا کنید که بگن آقا ما معجزه دیدیم. دیدیم که قورباغه ابو عطا میخوند و آب سربالا میرفت. محال قوانین طبیعت زیر پا گذاشته بشوند به خاطر یه یهودی یا یه عربی یا یک ایرانی یا حالا هرچی. آقا این تشکیلات خلقت با قوانین ریاضی کار میکنه عزیز من. گالیله سخن زیبایی داره، میگه آقا این طبیعت مثل یک کتابه، نگاه میکنی کتاب رو میبینی، برای اینکه بفهمیش باید زبان این کتاب رو بفهمی. شما یک کتاب هیبرو که برمیداری باید زبان هیبرو بفهمی چی میگه، یک کتاب آلمانی، ایرانی. زبانی هم که این طبیعت باشه نفسیده زبان فیزیک هموطن را، زبان ریاضیست، نه عربیست، نه هیبروست، نه نمیدونم یونانیست، هیچ. و این قانون خودش رو داره، کار خودش رو میکنه. به خاطر یه عربی و نمیدونم یه یهودی و یه مصری و اینا ماه شق نمیشه بیاد بره تو یقه یه کسی، میسر نیست، امکان نداره عصا بذاری نمیدونم روز کنه رنگ بشه، نمیدونم مزخرفات عصا اجده ها بشه. برای چه عصا اجده ها بشه و مار بشه؟ و مار خودش هست، نه مار عصا میشه نه عصا مار. اینا داستان، اینا قصه هست، اینا میتولوژی. ما میگیم که کابوس سوار شد، لاغر افسانه های ما زیباست، یه رنگی از انسانیت هم داره، یک شکوه و فرزانگی همواره در این اساطیر ایرانی هست و در این داستان های سامی. فرومایگی بعد از فرومایگی است. یعنی اونجا که میخواد خیلی داستان رو زیبا کنه، میگه که ابراهیم گفت سر پسرم رو ببرم. در بابا چرا سر پسرتی میخواد ببری برای خدا؟ مردشو قیافه و خدا رو ببرن که تو میخواد پسر تو رو بزرگ داشت قربانی کنی. از اینجور کسافتکاری ها تو این فرهنگ ایران و در میتولوژی ایران شما نمیبینی، به خاطر که ما آدم های دیگری بودیم، ما آدم های دیگری هستیم هموطنان. ما یک ملتی هستیم، هویت خاصی داریم. ما عرب نمیشویم، نه که عرب بد باشه، درود بر همه عرب، خاصه که حالا 3-4 میلیون هموطن عزیز ما هم عرب هستن. نه، مقصود من اون ایدئولوژی عربی است که آمده این تو 1500 سال پیش. هر موقع من عرب به کار ببرم حواسمون باشه مقصود من اونجاست، نه اینکه عرب. و اما انسان هستیم با هم برادری، واقعا آدم باید خیلی عقب مونده باشه که فکر کنه یک نژاد از نژاد دیگری بهتره. اما حقیقتا هم این هست که ما آدمای دیگری هستیم، ذهنیتی دیگری داریم، جغرافیای ما فرق می‌کرده، تاریخ ما فرق می‌کرده، نگرش ما متفاوته. این به ما نچسبیده، نمی‌چسبه، 1500 سال نچسبیده. ما تنها جامعه‌ای هستیم که علیه این داستان داریم صحبت می‌کنیم. ما میگیم نمی‌خوایم آقا، لااقل بنده نمیگم همه ما میگیم نمیخوام، عرض کردم این هویت، عرض میکنم بحران هویتی که در ما هست همینه. نیمی از ما همواره گفتیم آقا ما لازم نداریم، نمیخوام، این مال ما نیست. خود پیغمبر بیچاره هم گفته من از قومی رسول خودش فرستادم به زبان خودمون قوم. محال پیغمبر یه قومی برای قومی دیگه بتونه پیغمبری بکنه، میسر نیست. این مثل این مونه که یه بلوچ بفرستیم کاری که زمان شاه میکردن، بلوچی بفرستیم تبریز شهرداری بکنه، نه زبونش میدونه، نه کوچه ها رو بلده، نه عادات رو بلده، نه فرهنگ رو، نه هیچ. شما نگاه کنید به ذهنیت ما رو بشناسیم، نگاه کنید به ذهنیت فردوسی از ابتدا تا انتهای کتابش، ببین نگاهش به انسان چگونه است، نگاهش به جهان چگونه است، نگاهش به دشمن چگونه است. بعد نگاه کنید به اون سوی قضیه، به اون سوی مرزها، ببینید اینا چگونه به دشمن نگاه میکنن، اصلا نگاهشون به انسان چگونه است. این اساطیر اینها چه چیز رو میخواد به اثبات برسونه؟ این آقایون رو، این آقا رو کتابشو بنده دو صفحه خوندم خدمتتون. اینا هر شبت که وقتی که شما بخواید خربوزه گرگاب عمل بیاورید، نمیدونم هندونه شریف آباد، بعد زمین رو آماده بکنید، 1001 فوت و فن کشاورزی به کار برید تا چنین میوه هم. وقتی که بیغوله شد یک جامعه و گنداب
به وجود آورد به خاطر استبداد، این نتیجهش اینا میشن روشنفکراش. چگونه است که در روزگار قاجارها که میگفتن عقب موندم هستن و کشور ایرانم فلان کردن، اون همه روشنفکر درست حسابی پیدا شد؟ و چگونه است که در یک روزگاری اینا پیدا میشن؟ این ماده همون گندابه، ماده شرایط اجتماعه، بخاطری که شرایط تولید روشنفکر درست رو برداشتن، زور و استبداد و وحشت و اختناق این کارا رو با ما کرد که این آدم ها اومدن علم شدن. هموطنان، حرف من اینه، اگه بخواد جامعه به سلامت زندگی کنه آزادی میخواد. اگر آزادیش سرکوب بشه و اختناق بشه، از یک جای دیگه به نحوی دیگه برعکس عمل بکنه. اینا میشن روشن فکرش، اینا میشه حرفاش، اینا میشه گفتگوهاش. مرد که تو چه کار داری به دین مردم داری؟ یعنی اینجا در این مطلبی خوندم به افلاطون و به ارسطو و به بودا و به زرتشت و به همه اینا توهین کرده که به خاطر مرد حسابی تو کار خودت بکن. اولا عقب مونده بوده بیچاره. و ما رو ببین. بله دوستان، بسیار هست. امروز آورده بودم خدمت شما علی نوشته، علی شریعتی. این از اون آدمایی بود که سن از مملکت ما رو به گمراهی انداختن. مشروعیت این اسلام عزیز چندین دهه بود در ایران خوش شده بود. اینا آمدن، آدمای مثل این، هر سبت که باز چادر کردن سر دخترها و این داستانای مهمل رو، چرب و شیرین به جوان بخورد جوانان، همش هم مقالطه و دروغه، همش دروغه. من به شما نشون دادم، نشون هم میدم بیشتر که همینو دروغ. حالا از شبت که بریم سراغ قضایا. بله، چه مغزی بوده این آقا، واقعا مایه افتخار عوض نیست براش. عرض شود که بولوار رو اینها ساختن. بله خب، من یه تیکایی پیدا میکنم، علی بنیانگذار وحدت و از اینجور داستان ها، هر دوشه بگیری فرق نمیکنه دیگه، پر مغلطه است. میگوید که یک نوع شیعه صفوی و یک نوع شیعه علوی، اینا مغالطات این آقاسا. آقا اگر شیعه به درد این مملکت خورده، شیعه صفوی بوده، مرد حسابی. تنها زمانی که شیعه به درد این مملکت خورده، شیعه صفوی بوده. شیعه علوی چه صیغه‌ای بود؟ یک مش گدای فرومایه که عرض میکنم میخواستن زیر از ستم نمیدونم بیرون بیان، چسبیده بودن به حاکم معزول که علی باشه. کسی هم علی رو دوست نداشت، دوست داشت. علی در کل عرب 3-4 تا رفیق داشته. شیعه صفوی بود این مملکت رو نجات داد. در اون به قول امروزی ها برهه تاریخ یا اون مقطع، تنها بازسازی روحیه ملی با این شیعه صفوی بود که به وجود آمد و مردم ایران، کشور ایران بعد از 1000 سال از زیر خاکستر بیرون آمد و باز کشور شد، به قوت همین شیعه صفوی بود، مبتنی بر فرهنگ ایران باستان و ایرانیگر و ایرانیت و شاهنامه و اینها. حالا با این کلیشه گویان شاگردان آقا میگه اون شیعه علوی بود، از شیعه صفوی. خب یک نوع شیعه صفوی، خب این چیزها رو نمیدونست، این هم دکتره اونیورسیته داشت از همونجا، از همینجا را که این آقا میده، از همین دکتره ها داشت گویا. و یک نوع شیعه علوی هست که اصول فروعش را گفتم در بحث وحدت و تفرقه اسلام. یک شیعه دیگری هم هست، یکی تشیع علوی است که تشیع وحدت هست، و یکی تشیع ابو سفیانی است. تشیع ابو سفیانی وقتی که حکومت از علی قصد می شود و علی خانه نشین می شود، چه چیز قصد شد آقا؟ این آقا چی کاره بود که چیزی ازش قصد بشه؟ بابا جان کاره نبود این مرد، مولا علی کاره نبود، رفیق هم نداشت، پشتیبان هم نداشت. شما در طول تاریخ اسلام از ابتدا که ابو بکر صدیق نخستین آدم بوده است که رفته مسلمان شده، و طبری می گوید علی بچه بود، وقتی گفت این کار چیه میکنی؟ گفت من دارم نماز میخونم. گفت نماز؟ گفت یه دین جدید قبولتون؟ گفت باید برم از پدرم اجازه بگیره. از اون روزگار تا روزگاری که جانشین
محمد شده، شما یه پیدا نمیکنید که ابوبکر سر کسی رو بریده باشه، آدم کشی کرده باشه. پیدا کنی به من نشون بدی. حالا بگذاریم خلیفه که شد قتل عام ها کرد از عرب در موضوع اهل رده و اینها، اما علی قربانش برم از دم سر میبرید. خب موضوع نفرت قبایل بود. خودش میگفت من قتال العرب هستم و جلاد قبیله هستم، همچی کسی به رجش لعنه میده که. خب وقتی که علی از حکومت قطع میشود و علی خانه نشین میشود، ابو سفیان خودش را به علی و خانواده علی و خانه علی میرسن، میگوید چه نشسته اید ای ذلیل ها؟ به عباس و علی رو میکند. اینجا شما نشسته اید و شلاق میخورید، قدرتتان حکومتتان را از دستتان میربایند و دم نمیزنید. ای ستم کشهای ذلیل، دستت را به من بده تا با تو بیعت کنم. این دستت را به من بده با تو بیعت کنم، درسته بقیش دروغه تا اونجا که ما فهمیدیم. و فرمان بده تا برای دفاع از حق تو و احقاق حق تو و شکستن مخالف تو، مدینه را از سواره و پیاده پر کنم. حالا نمیگه کجا این رو گفت. این سخن هیچ در موضوع ابوبکر مطرح نشده. این سخن در موضوع در واقع خلافت عثمان است که طبری گزارش کرده دستت را بده با تو بیعت. بعد علی میگوید که هیچ کس ستم را نمیپذیرد مگر خر قبیله که هر چیز را هی بارش میکنند و میخ که هی تو سرش میزنند و هیچ کس برایش مرثیه نمیخواند. بعد رو میکند به ابو سفیان، ای ابو سفیان چقدر کینه تو نسبت به اسلام طولانی شد، برو من به سوار و پیاره تو نیازی ندارم. در برابر ابو سفیان در داخل و سزارها و خسروها در خارج است که علی این سکوت رنجاور شکنجه‌آمیز 25 ساله تحمل میکنند تا اسلام در یک وحدت در برابر این دشمنان داخل و خارجی بماند. داره استنتاج این آقا رو نگاه کن، علی کاری نمیتونست بکن. در موضوع ابوبکر که آمدن اعراب، شیوخ عرب از انصار و مهاجرین آمدن به ابو سفیان بیعت کرد، به ابوبکر، به جهت اینکه پیغمبر اسلام در حال نزع، در حال بیماری، هی میگفت به این ابوبکر بگیم پیشنمازی کنه مسلمین را. موقعی هم که فرار کرده ابوبکر رو با خودش برده، علی رو گذاشته، دوستش بوده، یار غار. بنابراین کسانی که علی کاری نمی‌تونست بکنه، حرفی نداشت بزنه. دو سه تا رفیق هم داشت که گفتن ای کاش این خلیفه شده بود. یکی این سلمان خائن بوده، یکی عمار یاسر بوده، یکی دو نفر دیگه هم بودن. همه یاران علی رو مورخین شیعه هم از 6 7 نفر بیشتر نتونستن گزارش بکنن که اونا دلشون می‌خواست این حاکم بشه، چون مدیریت نداشت این علی، هر جا میرفت آشوب به پا می‌کرد. بعدش هم که ابوبکر که مرده، عمر رو جانشین کرده، یعنی ابوبکر این کاری کرده و رأی زعمای عرب رو نخواسته. مطمئناً رأی می‌گرفتن علی هیچ رأی نمی‌آورد. بعد از اون هم باز علی نمیتونست کاری بکنه، چون عمر مردی بود که وقتی همه شنیدن عمر کاری، کسی مخالف پیدا نکرد. عمر که به زهد و ایمانش میگن که هیچ کس نیامده. حالا بمانه بعدش هم که عمر اون شورای 6 نفری رو چیز کرد، گفت هر کس هم مخالفت کرد بکشین او رو. وقتی که عثمان به خلافت منصوب شد در اون مسجد، علی روگردان شد که بره بیرون، نمیخواست دست بده. گفتن علی فراموش نکن، خلیفه دستور داده هر کس انتخاب شد و اون کسی که مخالف هست اینا، اون رو فوری بکشن. برگشت دست داد و السلام علیکم و رحمت الله، بیعت میکنم با تای عثمان فلا. گذشته از این علی شیفته اینا بود. بابا 3 پسر داشته، البته علی 17-18 پسر داشت، ماشاءالله 33 بچه درست کرده بود، اما 3 تا از پسراش عثمان و ابوبکر و عمر، اینا بچه های علی بودن، پسران خوب علی، به خصوص عمر، عمر ابن علی. آخوند شیعه که هرگز اینا رو نمیگه که عمر در واقع کربلا نبود و 85 سال عمر یافت به قول طبری. اون دوتای دیگه جز شهدای کربلا هستن، اما آخوندهای شیعه اسمشون نمیاره، چون نمیشه برای ابوبکر گریه کرد که بود بوبکر اندر سبزوار یا کلوخ خشک اندر جوبار. سبزوار تشریف ببرین، اسم آدم ها علی، حسن، حسین، علی، حسن، حسین، حسین، علی، علی، حسن، حسین، علی، حسن، حسین، حسین، علی، حسن، حسین. اینه که مولانا اومده داستانی ساخته که خوارزمشاه سبزوار گرفت،
قوت میگیره، جانهاشون هم در اختیار این بود. میگوید که من شما رو نمیکشم، فقط یه ابوبکر نامیه، من شما مسلمان مگه نیست؟ یه ابوبکر نامی من نشون بدید. هرچی گشتم پیدا نکرد جز یک رهگذری که در یه خرابه افتاده بود. نمیشه برای ابوبکر نمیشه گریه کرد که ابوبکر رو جز شهدا بذاریم برای ابوبکر گریه کنیم؟ نمیشه که مخالف چیز آخوند سورن. و این چندون این دو اسم این دو نفر رو خط زدم از شهدا، بچهای علی کنار عباس و حسین یا جنگیدن مردن مهم نبوده. خیلی خوب، پس داره دروغ میگه مرحوم شریعتی، دروغ میگه اینجا. خب میگوید اسلام در یک وحدت در برابر این دشمنان داخلی و خارجی بماند. این است که من معتقدم که اسلام ماندن خودش را کمتر مدیون شمشیر علی و جهاد اوست و بیشتر مدیون سکوت او و تحمل اوست. بله 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 آقا، نه خیر، همینجوری که میفرمایید. خب مرد حسابی، این چه مزخرفی است میگی؟ اسلام مدیون عمر بابا، از این جهت که این عمر توانست اونقدر مدیریت جنگی داشت که بتونه بیاد این سرزمینی مثل ایران رو تصرف بکنه، که این ایران زمین این ایده بهیمی بیابانی رو رنگ و روغن بزنه، تلطیفش بکنه، بشه تحملش کرد. بهیمی بود دیگه اسلام، وحشی. با سکوتش توانست چیکار بکنه؟ مهملات ببینید تو رو خدا. اما سکوت او در کار ماندن اسلام بزرگترین نقش را داشته است. او بنیانگذار حفظ اختلافات اعتقادی خودمان است در برابر مخالف داخلی. من معنی اینا رو نمیفهمم، شما با تفسیر کنید. و وحدت خودمان و نیروهای اجتماعی خودمان است در برابر دشمن خود. تشیع علی نه تشیع تفرقه است که تشیع وحدت است. اینا چه من معنیش واقعا من نمیفهمم چه معنی میده، به لحاظ تاریخی چه ارزشی داره من نمیفهمم. و نه هم یک تشدد غیر علمی بی منطق سازشکارانه که بشود به خاطر مساله سیاسی یا مساله اجتماعی مبانی عقلی و فکری را به کلی نادیده گرفت. متاسفانه امروز میبینیم همونطور که جناب آقای بلاغی راجع به صهیونیست گفتن، از وقتی اینجا ارشاد ندای مخالفت با صهیونیست و جنایات او علیه مسلمین مطرح شد، بعد از همه طرف تیرهای اتهام به طرفش سرازیر شد. از وقتی هم که مسئله وحدت بین مسلمین، نه وحدت بین تشیع و سنی، تشیع و سنی و تشیع و تسنن واسه باشه قاعدتا، در برابر صهیونیست، در برابر استعمار از طرف همین منی که بیش از هر کسی درباره مبانی تشیع صحبت کردن من نوشتم مطرح شد، به یک شدتی حساسیت نشون داده شد که برای من باور کردنی نبود. یک چیز را در اسلام شناسی نبخشیدن، این چه جرمی است؟ پیغمبر در مرض مرگش افتاده، ببینیم مسائل به کجاها سرباز میکنند. مسائل ظاهرا مذهبی است، ظاهرا علمی است و ظاهرا انتقاد است. یک کمی حالش بهتر میشه و ظهر شده، چند روز نتوانسته به نماز بره و ابوبکر مثل روزهای پیشین، مثل روزهای بعد، آخر یک روز که نبوده نماز میخوانده، پرده را بالا میزند. و از اینکه جمله این است، درست دقت کنید که این همه حساسیت و عصبانیت و شدت فوش برای چیست؟ که یک مسلمان این همه باید از وحدت مسلمان ها وحشت کند. خب اینا رو پرداخته به چیزهایی که در ارتباط با خودش بوده، میگوید که بنابراین علی مظهر وحدت است. مظهر کدام وحدت؟ وحدتی که با تحمل همه رنج و با همه شکنجه و دیدن همه رندی ها و نامردمی ها و خیانت نزدیکان و دوستان و همرزمان سابق میکنه. حتی عثمان کار را به جای میرساند که مروان که پیغمبر تعبیرش کرده بوده است، حالا نخست وزیرش شده. بعد ابوذر را تبعید میکند و بعد علی از ابوذر نه او را پشتیبانیش کرده و نه برای او شمشیر که بدرقه میکند. مروان میآید. اتفاقا ابوذر غفاری از کسانی بود که سرفسران علی بود، من نمیدونم اینا از کجا آورده. مقداد و ابوذر و سلمان، اینا سه کسی بودن که معتقد بودن به خلافت علی. و این عبارت پارسی دری از قدیم ترین عبارات فارسی است، منتسب به سلمان است، که وقتی ابوبکر انتخاب کردن گفت کردید و نکردید، کردید و نکردید، یعنی کار انجام دادید اما کاری که میبایست نکردید. این نظر سلمان بوده، یعنی واسه علی رو به خلافت. حالا بعد میگوید که این درس ها همیشه هست و هر کس و هر نهضتی و هر فکری گرفتار چنین خصوصیت. از طرف دیگر علارغم همه این تحمل بزرگ و این همکاری در بسیاری موارد و ملایمت در برابر قاصب و مخالف خودش، ما خیال میکنیم که این علی مثلا با عمر و
عثمانی اینا دائم در مخالفت بوده و جلال و نفر. بابا اینا رفیق هم بودن، اینا یاران رسول بودن، اینا رفقا بودن، اینا زن دختر این زن او بود، خواهر اون زن این بود، مثل آخوندهای امروز. این چیزهایی که آخوندهای شیعه یک عمر این زباله هایی که در فکر ما فرو بردن، اینها رو باید یه دریچه باز کنیم بریزیم بیرون. آقا از ابتدا بسازیم ببینیم چه جایی بوده حقایق. همش لاتایله، هیچ ارزش علمی و هیچ ارزش تاریخی نداره این کار، جز برانگیختن احساسات عوام و مبتدیان. و مبتدیان بچه‌هایی که در واقع هیچ جایی هیچ وسیله‌ای برای اظهار عقیده‌ای نداشتن در روزگار شاه، و اون خفقان سنگین که بر ملت ایران حاکم شده بود و منجر شد به این داستان، این هم یه بساطی بود جمع کرده بود. در واقع از درویه کلاهگذار بود ایشون. با آخوندا میگفت من دارم اسلام گسترش میدم، به اینا میگفت من دارم با آخوندا مبارزه میکنم. اونا هم گمان میکردن، ساواک بدبخت بیشعور گمان میکرد که این داره مادرنیته میاره، در حالی که داشت حرف آخوندا رو به یک زبان دیگری میزد. آقای علی شریعتی مرحوم کاراش همه هست، جز تزریق نفرت و کینه چیز از حرفاش در نمیاد. کار حرف حساب شما چیه؟ مثلا چی میخوای بگی؟ در واقع مثل این است که این یک افریتی را آورده بود و بزک کرده بود، میخواست یک دلبر هوشربا به جوانان ایران تحویل بدهد. همین افریت، همین داستان امامت و جمهوری اسلامی و این داستان ها بود. از شما خیلی خیلی سپاسگزارم. اول آقای خمینی در مقام مرجعیت تقلید و تصوری که ما داشتیم به عنوان مسلمان از مرجع تقلید مورد اعتماد و وثوق بود. فکر میکردم به اینکه ایشون تالی معصوم است و خطا و دروغ و هوس و هوای قدرت و این چیزا به ایشون راه نداره، به خصوص اینکه معلم اخلاق هم بود و مشرب عرفانی هم داشت. یعنی ما اینجور فکر میکردیم که داره. با این همه انتخاب رو او کرد، نه ما. ما که روی خط آزاد استقلال بودیم و انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی به این معنا که یک زمانی در من تازه آمده بودم به فرانسه، به آقای شریعتی یک شبی نشستیم به این که این اسلام یا همین است که این آقای ها میفرماین. منظورتون از آقای هم کیه؟ همین روحانی اون روحانی اسلام سنتی است. بله. یا چیزی غیر از این است. اگر این است و این جواب مسائل رو بزنه میده، اگر غیر از این است ما برماست که برویم و رو بیاریم. اون موقع شما کتاب ولایت فقیه رو خونده بودی؟ اصلا همچه کتابی نبود که من چه سالی؟ این سال من 1963 آمده بود اینجا. بنابراین قرار گذاشتیم که اگر رفتیم و یافتیم من اسلام رو بیان میکنم، اگر نیافتیم قبول کردیم که این شجاعت رو داشته باشیم بگیم آجون این اسلام همین است و جواب بوی مسائل نیست. اون قرار شد که نقد رو اسلام سنتی رو بر عهده گرفت، من هم بر عهده گرفتم جستجوی اسلام دیگر. پیداش کردید؟ بله، اسلام رو به عنوان بیان آزادی پیدا کرد. خب برگردیم به این که انقلاب اسلامی چجوری کرمش؟ حالا انقلاب اسلامی یعنی انقلاب در اسلام، بازگرداندنش از اسلام به مسابقه بیان قدرت، به اسلام به مسابقه بیان آزادی. انقلاب تعریف از لحاظ اجتماعی اگر فرض کنید که شما بخواید در یک جامعه انقلاب بشود، انقلاب یعنی تغییر ساختای عینی جامعه یعنی رابطه ها و ساخت ذهنی جامعه یعنی طرز فکر جامعه. خب این مورد توافق. خب حالا این انقلاب تعریف بگید. انقلاب در اسلام یعنی برگرداندن او از بیانی که ناظر است به اون روابط قدرت در جامعه به بیانی که میتواند
ناظر باشد به روابط آزاد در جامعه باز. حالا شد درست. این کوشش برای بازگردوندن اسلام به بیان آزادی، این رو ما در این خط بودیم. خب آقای خمینی تبعید شد به ترکیه، طبیعتا ما کوشش کردیم در این که رژیم شاه رو خلاف حقوق بشر کرده و چه کرده و چه کرده بود، و بسیار کوشیدیم تا این که او رو از ترکیه، و فشار به دولت ترکیه هم خیلی شدید چون او هم از ترکیه او رو بردن به عراق. در عراق که ایشون بود با ما تماس مستقیم نداشت، یعنی با من منظور ظاهرن از یک زمانی با آقای یزدی داشت، به لحاظه که او رو نماینده خود کرده بود، تا اینکه پدر من در اینجا مرحوم شد و من همراه جنازه او به نجف رفتم. اولین بار ایشون رو در اونجا دیدم. حکایتش رو تو کتاب آقای حمید احمدی آمده است. و در اونجا هم گفتگوهایی شد و اینکه بار دوم هم که ایشون رو دیدیم بعد از ولایت فقیه بود. داستان ولایت فقیه هم این است که این آقای دعایی به من نامه نوشته بود که و یک فتاوی هم از آقای خمینی فرستاده بود در بار بیمه و این چیزا. من رو انتقاد کردم به اینکه شما اگه قرار باشه اسلام رو تطبیق بدید به سرمایه داری همجه باید بدوید. بهتر است اینه که اسلام رو به مسابقه یک نظامی پیشنهاد کنید، اونجا رو حلهاش هم در خود او بجوید. او به من نامه نوشته بود که ما رفتیم و نامه شما رو برای حاجی آقا خوندیم و ایشون پسند کردن و گفتن عمل میکنن. یک روزی من دیدم به اینکه یک کتابی رسید کمی بلد برم. یعنی فکر کنید چون فقط بخاطر اینکه نظر شما رو تعمین بکنن اون کتاب نوشتن؟ نه، حالا اینکه من یارو ولی خب نابود مثلا از این گونه مراجعات او شد، او فکر کرده بود که بهتر یک کاری بکنه. حالا اون کتاب من با آقای حبیبی دوتایی خوندیم، هر دو به این نتیجه رسیدیم که فالیست. این آقا پس اون کتاب رو ما اینجا دیده مقابطیم خالیست رو و من رفتم در باب دوم به نجف ایشون گفتم این کتاب شما نوشتید که رژیم شاه تا قیامت بمونه، شما اینجا تو نجف شهرتون رو نمیتونه اداره کنید، اینجا راه نمیتونه بده تو کوچه ها از کثافت رو. خب نه، من این رو نوشتم فتوایی بشود تا شما و آقای مطهری بنشینید یه طرح بشن. دو دقیقه بنویسید. ایشون متن نوشته و خطاب به اصطلاح متفکران و مشنبگران و مسلمان بشن. گمان در خارج منتشر شد در همون وقت. پس وقتی ایشون آمد پاریس، ایشون او بود که انتخاب کرد، نه ما او را انتخاب کردیم. او یه خط جدید انتخاب کرد. لحظه که وقتی رسید پاریس یک صورت مسئله تنظیم کردم، حدود 20 سوال است و جوابش که شما یا میخواید اینجا دائم بمانید یا میخواید که برگردید به ایران موفق. این مقدر برگردید موفق با ولایت فقیه نمیشود. او هم تصریح کرد که ولایت با جمهور برگرد در پاریس. اون خط آزادی و استقلال و سوالات هم تمام در یک کمیسیون جواب تهیه می شد و ایشون رو تکرار می کرد. بنابراین از لحاظ بیان انقلاب او این خط رو انتخاب کرد. حالا تو ایران زفتیرش رو گرد هم قرارد داشت. تازه این راجب این چگونگیه که او به یک خطی آمد. اما اینکه بریدم من با اونم، اونم خطا است. همیش با اونم برید. اون برید. و این تمام فلسفه موازنه عدل است. یه آدمی باید روی خطی بیسته. خب. این آزادی است. این هم استقلال است. من هم روی خط. اون طرف مقابل یا این خط با این خط با شما میاد یا ناگزیر میشه اون که اون درون خودش رو برون بده. و
او مجبور شد و اتفاقا در مهر 59 در کارنامه روحانی خطاب این آقا هست اسمه بردم البته ولی خون مرحوم مخاطب که مستبد کارش به جایی میرسد که بگوید همه مردم بگویم بله من میگویم هشداری بود به اون که آقا این خط که میری به اونجا خواهی رسید و در 25 خرداد و در 6 خرداد دو بار این جمله رو تکرار کرد پس او برید اونطور هم که در چیز میخونید در همین عبور از بحران آقای هاشمی رفسنجانی اوست دستور دهنده که زودتر کار من شد تمام برید مثل شما هم به این نتیجه رسیده بودید که دیگه نمیشه ادامه داد نه من به این نتیجه رسیده بودم که نمیشه ادامه داد من به این نتیجه رسیده بودم که باید بیستم تا این ابتلا آزمایش انجام میگیره خب چه نمیستدید؟ بیستادم فالحسه آقای اینجا چه میکنید؟ همه اتفاقا این مسئله است روز آخری که ما اینشون رو دیدم خیلی بر من ترخ شد اون روز بسیار ترخی بودشت لازم که این پسرشون در حضور اون گفت که شما یه عیبی دارید بله میکنید همین دینا ساختن ساختن نساختن تمام شد گروگان هم برگشتن رفتن امریکا امام میفرمایند شما باید با اینا کار کنید از من تا اون وقت فکر میکردم امام به اینا کار نداره اینا در زد و بند بودن اون رو شاید اصلا اطلاع نداره گرچه مثلا کسانی که در اطلاعات ریاست جمهوری کار میگردن گزارش عکسی رو میدادن گفتن نخیر همه طبق دستور خودشون داره انجام میده آخر چطور آدم باور کنه که یک خمینی با اون ترتیب به ایران آمده این برود با دسته رهگان گوش بشینه محرمانه زد و بند بکنه سر گروگان ها معامله بکنه که اینجا در کشور بشه مستقل او آسان نبود باورش حالا بعد از این ماجرا هم ما به این گفتیم خب جلسه کردن که میگن خب آقایان میگن که من گفتم که سران رو بزنیم نه واقعیت اینجور نیست که به همین جوری من گفته باشم سران رو بزنیم در اون جلسه گفتگو شد گفتیم خب حالا ایشون که تا پای روبروی با مردم نمی روید آقا میگم چجوری آسان نیست از انسان از باورش بکنه اینجور من به این آدم باور داشتم چقدر علاقه من میشه این جلو مردم برو مردم میره تو مردم اولا که نمیره تا حد کودتا و عجل و این چیزا هر هم رفت میریم تو مردم اون دوستان من میگفتن آقا تیر میبنده مردم رو گلوله شما زیادی دارید مثلا چشم میبندید در واقعیت خوشبین هست و من میگفتم نه نمیکنی کارا حالا که اون اولین دسته اعدامی ها که شد دیدیم نه حق با اون هست که میگفتن این تا آخر میگفت اونجا صحبت این بود که نه ما میریم تو مردم حالا اگر کار باید اینجا رسید که جنگ شد اون آقا مثلا جنگ داخلی رو هم و جنگ خارجی افزود اون وقت بحث دیگری پیش میاد که به تعبیر قرآنی قاتل و هر مطل کفر اون یه بحث علاقتی پیش میاد اون جمله رو اون وقت اونجا به طبیعی مناسبه حالا برای ایشون بس به این ترتیب او قهر کرد بعد از دو ما چرا آمدیم به خارج برای اینکه ما اونجا نشستیم به این که خب حالا یا ما باید بمونیم در داخل اون طور که اون آقا میگه باید بنشینیم در یک گوشه ای به قولشون مطالعات بکنیم که میدونستم که این کار نخواهیم گذاشت به لحاظی که اون اطلاعات که ما داشتیم این مساعد موندن در داخل نبود یا میباید میآمدیم به صحنه اصلی از دید ما که افشای این روابط ریگانیست بود و یک موفقیت عظیم به دست آوردی به لحاظی که ایرانگیت و ورتوب سورپرایز و همه این رفت روی دایره چرا فکر موقع موفقیت عظیمی بود؟ به لحاظ اینکه همین الان هم که شما میبینی برای یک رئیس دولت خارجی آسان نیست چون که قبلا بود با این رژیم زد و بند بکنه برای این چنان اثری که چون یکی امریکا تنها نبود ایرانگیت امریکایی رو شده ولی انگلیسی رو شده جور شد که وزیر دفاع انگلیس رفت در دادگاه با
خب این جنگ در مصلحت انگلستان و غرب بود. شما فکر می‌کنید مردم اینا خوشحال بودن که جمهوری اسلامی با ریگان کنار میاد یا نه؟ خوشحال بودن، بردار بودن. این یه مسئله است، مسئله این نقض استقلال ایران است، از بین بردن آزادی مردم است. بس استقلال رو ببریم یه موضع دیگه. دومین متحد رو بیاید ادامه